بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید، ببخشید، با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز هوا اینجا به شدت گرم شده و بدن آدم تا میخواد عادت کنه دوباره عوض میشه. در هر صورت جای تأسفه که بشر با دست خودش داره این محیط زیست رو یا این زمین رو حرارتش رو بالا میبره و همه شواهد و دلایلش هم هست، ولی باز این دوستان ریپابلیک یا جمهوری خواه اینجا قبول نمی کنن. همین واشنگتن یک سری درختای زیبایی رو بعد از جنگ گویا ژاپن داده به اینها و اینها درخت گیلاس هست، درخت گیلاس بی میوه، بدون میوه، ولی گلهای خیلی قشنگی میکنه، شکوفه های قشنگی میکنه. اینها معمولا تو ماه آپریل میذاشتن به نام همون چری بلاسم یا شکوفه های گیلاس و مردم میرن اونجا تماشا میکنن اینها. الان از دیشب تا حالا میگه همین هفته و هفته آینده، یعنی میشه گفت دو هفته، انقدر هوا گرم شده که دو هفته این زودتر انجام میشه. در هر صورت امیدوارم که بشر به یک جایی برسه. من یک دوستی آقای صبری حسنپور از تلویزیون رهایی خواسته بود که یه تبریکی بگم، توی برنامه قبل این ویدیو رو براش درست کردم فرستادم و گفتم که تمام این تعارفایی که سالی پرشکوه‌تر و نوروزتان پیروز و اینها رو بذاریم کنار و امیدوار باشیم در سال آینده انسان‌های بهتری باشیم. نمیخوام حالا بگم انسان بشیم، آدم بشیم، امیدوار باشیم که هستیم ولی در سال آینده بهتر بشیم. امروز 19 اسفند و آخرای سال 1394. بگید ببینیم که شما چه میکنید، رسم و رسومات رو رعایت میکنید، نمیکنید، یا شما هم یاغی شدید و امروز همونجوری که توی تاریخ هم میبینید اینجا عوض میشه، 9 ماه مارچ سال 2016 است و 19 اسفند 1194. آقای اجلالی از این ماه چهارشنبه ها، یعنی امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه داره. یادم میاد اون وقتا آقای مطلبی برنامه داشتن و بهشون میگفتیم چهارشنبه 4 بعد از ظهر. چهارشنبه در زمان شاه چون بلیط‌های بخت آزمایی میفروختن اسمش شده بود روز خوشبختی، بلیط‌های اعانه ملی. حالا اعانه ملی آخونده همون کار میکنن، صندوق اعانه رو گذاشتن ولی هیچ که برنده نمیشه، فقط پولا رو میگیرن. البته اون بلیط های بخت آزمایی یا اعانه ملی هم معلوم نبود کی میخوره کی میبره و در اصل نمیدونم این بشر چقدر میخواد پول جمع کنه، چقدر میخواد هرس بزنه. امروز داشتم یه ویدیویی رو از دونالد ترامپ میدیدم، میگفت که تمام چیزای تو هواپیمای این از طلا است. البته وقتی میگن طلا، میدونید مثلا این کمربند هواپیما اگه از طلا باشه اونم طلای 24 که پاره میشه، یعنی مقاومت نداره، پلیدد، یعنی چی میگفتیم تو ایران، تو شیراز بهش میگفتن رتگل، نمیدونم چرا میگفتن رتگل، یعنی یه پوششی از طلا روش هست. در هر صورت من نمیفهمم تفاوت این پوششی از طلا یا حتی طلا با یک مثلا استیل یا آهن مقاوم چیه. شما میخوای وقتی پرواز میکنن این کمربند ببندی، بعدم اونجا که رسیدی بازش کنی بیای پایین، حالا چه فرقی میکنه این طلا باشه یا نباشه. البته میبینیم بعضیا ساعت دارن، ساعت رولکس نمیدونم چندین ده هزار دلار و الی آخر، ما الحمدلله ساعت نداریم. یادم یه ساعت سیکو داشتم اینقدر اینجا موند که بعدم اصلا نمیدونم چی شد، دیگه استفاده نمیکردم. همه این تلفن‌های وایرلس موبیل همراه از وقتی آمد و قبلا که خودمون با ساعتاش تنظیم میکردیم، بعد که دیگه بهتر شد و خودش ساعتا رو تنظیم میکنه دیگه راحت شدیم. پس آقای اجلالی رو ساعت 4 بعد از ظهر امروز داریم و ایشون در
زمان برنامه زنده شماره تلفنی که میذاره روی صفحه تلفنش بازه، پاسخ میده، ایمیلش رو میخونه، پاسخ میده. حتی در زمانی که برنامه بازپخش میشه روزهای دیگه هم اگه شما زنگ بزنید و پیغام بذارید باهاتون به اصطلاح تماس میگیره، جواب میده، یا اینکه در برنامه مسیج شما، پیام شما رو پخش میکنه و بهتون پاسخ میده. ممنونم. اجازه بدید از خانم شایسته الهامی تشکر کنم. یه مقاله خوبی رو دیدم، اون رو براتون نشون میدم و میخونم و ایمیل های خوبی میفرستن. ایشون هم با وجودی که توی کانادا هستن ولی این انتخابات آمریکا واقعا همه دنیا رو الان نگران کرده. یعنی دیگه این حالت دعوایی که والا دیگه فکر نمیکنم توی قرن 21 توی ایران، توی تهران، توی شیراز، توی محله های مثلا فقیرنشین و نمیدونم بعد و اینها هم این صحبتایی که اینا میکنن اونجا انجام بشه. یعنی شما اگر یه زمانی یه نفر میگفت که توی مناظره های ریاست جمهوری آمریکا اینها دارن حرف میزنن از اندازه فلان قسمتشون، اینجا میگن private part، آلت تناسلی، از اندازه اون حرف میزنن، شما میگفتید بابا این دروغ میگه، این دیوان است. ولی برید ببینید که اینا چه کار میکنن. یک کاریکاتوری هم کشیدن، این آقای بن کارسون که سیاه‌پوسته میگه نگاه کن حالا که من رفتم از این مناظره ها بیرون، اینا دارن به همدیگه به اصطلاح پوز میدن که آلت تناسلی کی بزرگتره. این هم روزگار ما شده در آمریکا. بذارید ببینیم که برای شما چی تهیه دیدیم و نگاه کنیم. امروز یه دوستی با من تماس گرفت، گفت شما دادگاه های سربداران رو نگاه میکنی؟ گفتم این همون گروهیه که یه سری میگفتن چریکن، یه سری میگفتن مجاهدن، یه سری میگفتن مسلمانن، اینا طرفای آمل و اینجاها بودن. گفت بله. گفتم ما ایران که بودیم اینها رو بیچاره ها رو تو دادگاه آوردن و اینها نشون میدادن. اون موقع خیلی حواسون به این چیزا نبود، مشغول کار زندگی بودیم. و ایشون گفت که شما اگر ما پی کنیم، پرداخت کنیم، پخش میکنید؟ گفتم چرا پخش نکنیم؟ گفت برای که تلویزیون جمهوری اسلامی داره اینها رو نشون میده. گفتم خب اگه این چه چیز تاریخیه ما هم نشون میدیم. مثلا یه قسمت چه خود من دیدم، یه آقایی اتفاق دوست دارم، مثلا این آقایی که اون موقع سال 1361 یعنی 33 سال پیش، تقریبا 34 سال پیش، با شور و هیجان از اون گروه بدی میگفت و میگفت شماها توی مردم طرفدار ندارید، مجبور شدید برید جنگل و این جنبش های جنگل رو داشته باشید، در صورتی که این اصلا نمیتونه منطقی باشه. وقتی که دیکتاتوری یه جایی به اصطلاح اونجا رو قرق کرده باشه و اینها، این نیروهای آزادی بخش مجبور میشن برن یه جاهای دیگه و از اونجا عملیات انجام بدن. دوم میگفت که اینها گفتن ما در دادگاه های مردمی با وجود هیئت منصفه‌ای که از بین خود مردم انتخاب میکنیم دادگاه تشکیل میدیم و این روحانیون رو به سزای اعمالشون میرسونیم. بعد این آقا با شور و حال هیجان توضیح میداد که شما که میرید در فلان مغازه حاجی فلانی و آخون فلانی رو میبندید به رگبار، این دادگاه شماست، این نمیدونم هیئت منصفه شماست. خب یکی بعد از خودشون بپرسه که شما که همین کارا رو کردی، اقلا اینا گفتن دادگاهی تشکیل میدیم، هیئت منصفه میذاریم، شما بدونی که بگید اینها هزاران نفر رو سال 1367 کشتید و هیچ کس، هیچ ایرانی با همتی هم پیدا نشد بره دنبالش رو شکایت کنه و بگیره و اینها. در هر صورت این فیلم ها رو یه شرکتی به نام تاریخ شفاهی ایران، اگه اشتباه نکنم این همون آقای بود، آقای من فکر میکردم حسن دهباشی باشه، آقای آریانپور برای من یه دفعه نوشت نه ایشون اسمش حسین دهباشیه، آمده بود آمریکا، فیلمای پر کرد با گروه های مختلفی، موافق، مخالف،
سلطنت طلب اینها مصاحبه کرد و به هر کدومشون هم یه چیزی گفته بود که من این فیلم ها رو برای چی میخوام و اینها. بعدن FBI ریخت تو خونش و این چیزها رو گرفت و اینها، ولی اینها رو این فرستاده بود رفته بود ایران. در هر صورت هنوزم آقای دهباشی روی فیسبوک و اینها می نویسه، فعالیت داره. من چند بار ازش خواستم که به اصطلاح یه مصاحبه داشته باشیم، بنا به هر دلیلی در میره، نمیدونم چرا. حالا جالب اینه که وقتی ایشون اومده بود آمریکا و تو همین محوطه واشنگتن بود، یه دوستی که من باهاش کارهای ویدیو و عکاسی و اینها انجام میدم به من گفت که یه نفر آمده میخواد تو رو ببینه، ایشون فیلم سازه، کارگردانه. گفتیم خب بیا ببینیم. اینجا رسمه، میرن توی قهوه خونه ای، همین استارباکس رفتیم و نشستیم و یکی یه کافی خوردیم و ایشون آمد اینجوری صحبت کرد و اینها. من دیدم این دنبال کار میگرده و میخواد ببینه ما میتونیم بهش حقوقی. گفتم قربونت برم، ما هشتمون گروه 12 است، گروه 20. اون وقتا میگفتن بیچاره آن که خرجش دخلش 19 و خرجش 20، ما دخلمون 8 خرجمون 20. خلاصه رفت و هیچ خبری اش نشد تا اینکه بعدن شنیدم گرفتتش FBI از اینجا کردنش بیرون اینها. بعد از اون این تاریخ شفاهی ایران رو فیلماشو دیدم. در هر صورت این رو هم اگر ما با این دوستان به اصطلاح بتونیم سر قیمت این ساعتها توافق کنیم، چون اینجا خیلی ارزونه، ما انقدر دیگه ارزون میدیم، این دوستان هم اول میان میگن چه به چه خوب ارزونه. وقتی که میگیم خب بفرمایید پول بده، میگه حالا یه تخفیف به اون بده، میگن بابا تو که خودت گفتی ارزونه، چرا انصاف نداریم؟ در صورت این دوستان هم منتظر تخفیف هستن دیگه. حالا از ساعتی 20 دلار و 10 دلار ما نمیدونیم چه تخفیفی بدیم، فکر کنم باید ساعتی 10 دلار هم بهشون بدیم تا راضی بشن. خب بریم سراغ بله آقای آریانپور اسمشون آمد. ایشون میدونید که شدیداً با این وبلاگی که درست کردن مشغول هستن و وقت خودشون رو اونجا میذارن. از شما هم دعوت کردن که اگر مایل هستید بذارید من این وبلاگشون رو اینجا آدرس رو بهتون نشون بدم. کامرای دو بله میبینید هوشنگ آریانپور .blogspot.com اینجا نوشته، اینجا. بعد اگر همین رو هم هوشنگ آریانپور رایدینگ نوشته های ایشون رو به اصطلاح گوگل کنید یا گوگولی کنید، آقای اجلالی میگه گوگولی، گوگل کنید، اون هم براتون میاد و همین صفحه رو نشون میده. ببینید اینجا، اینجا این هوشنگ آریانپور رایدینگ، خیلی مقالای زیادی اینجا هست. من خودم چون آدم تنبلی هستم برای خوندن، آرزو داشتم که اینها به صورت آدیو و ویدیو باشه. من نمیدونم چرا دوستان میرن این بلاگ اسپات و اینها، مزایاش چیه حقیقت من نمیدونم، ولی معایبش اینی که اولا همیشه شما مثل این میمونه که یه مغازه‌ای توی یک پاساژی کرایه کردید که اگر یه روزی اون صاحب پاساژه نیاد و در اصلی رو باز کنه، شما اصلا نمیتونی بری به مغازت برسی، کلید مغازت تو جیبته ولی نمیتونی برسی اونجا. حالا این وبسایت های معمولی چه اشکالی داره که این دوستان نمیگیرن، من خبر ندارم. یعنی تو همین بلاگ اسپات خیلی اشتباه میشه، بعد دوباره اونجوری بنویسیم و دات کامش اینجا باشه و اونجا باشه و اینها، در صورتی که اینها میتونن به اسم خودشون یا اسمای کوتاه‌تری رو انتخاب کنن، مثلا ایران 1357، ایران 2500، ایران 7500. و من میگم این نظر منه، ولی لزوماً اونها نباید این چیزی رو که من میگم قبول داشته باشن و یا عمل کنن. خب بذارید بریم سراغ این نوشته ها. آها، در رابطه با آقای حشمت رئیسی که روز دوشنبه مهمان ما بودن، من اینجا دیروز میتونم بهتون بگم
با وجودی که تلفنم رو ترانسفر کرده بودم و توی واشنگتن بودم، بیشتر از 20 تا تلفن داشتم. آقا چه خوب که ایشون آمد تو تلویزیون شما، تو تلویزیون های دیگه مثل که میترسن با ایشون به اصطلاح سوال جواب کنن و بازم میان. گفتم خب اگر شماها حمایت کنید، اگر شماها با خودشون تماس بگیرید میان. و تا به حمایت میرسه خیلی از این دوستان زود شروع میکنن، میدونید که من نمیدونم از کار افتاده هستم، میدونید که من. گفتم بابا میدونیم هممون از کار افتاده هستیم، ولی هممون این ماجرای پولدارایی که اول انقلاب اومده بودن اینجا، همشون میرفتن فود استمپ و این چیز میگرفتن، بعد یه جا که میرسید همشون از ثروتمند بودنشون تعریف میکردن و پوز میدادن و شما نمیدونستی قسم حضرت عباس رو قبول کنی یا دم خروس رو. من در تلویزیون مردم بنا و قانونش به این صورت گذاشتم که یه بار ماکسیموم دو بار از دوستان دعوت میکنم بیان اینجا، هم با بیننده های ما آشنا بشن، هم بیننده ها با اینها آشنا بشن، بعد ببینیم حالا خود اون طرف یا دوستان اگه مایلن این برنامه ها ادامه پیدا کنه. من تلویزیون مردم چون به جایی ما آویزون نیستیم، حقوقی از جایی نمیگیریم، من نمیتونم تمام برنامه ها رو خودم حمایت کنم، اسپانسر بشم یا مخارجش رو پرداخت کنم. و اما مقام آمریکایی قبل از جنگ عراق با ایران رایزنی کرده بود. به گفته یک مقام دولت جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا ایالات متحده پیش از حمله به عراق در سال 2003 با مقام‌های ایرانی تماس گرفته بود تا درخواست‌های را مطرح کند. این آقا زلمای خلیلزاد هست و من خیلی ازش خوشم نمیاد، به نظرم میاد آدم دروغگویی هست. یعنی توی دوره جورج بوش ایشون هم یکی از همین جاده صاف کنهایی بود که جنگ شد. ولی اینو چرا امروز خوندم؟ مخصوصا اینو برای دوستانی خوندم که الان طرفدار ترامپ هستن، بعد خیلی هی میگن آمریکای دوره ریگان رو ما میخوایم برگردونیم و اینها انقدر بی سواد و کم سواد هستن که نمیدونن بابا اصل ماجرای آخوندا از ریگان شروع شد. ریگان بود که اینها رو حمایت کرد، اینها رو اسلحه داد، به اینها قول و وعده و وعید داد و همین جوری آمده جلو. و میبینید شمایی که میگید ریپابلیکن ها اگه بیان این ملاها رو میزنن میندازن بیرون، خب 1980 آقای ریگان و اون آلیور نورت با اینا زد و بند کرد. بعدن ماجراهاشو که نمیدونم کلت و قرآن و نمیدونم سینی طلایی و فلان برای آقای رفسنجانی و دیگران بردن، اینا رو هم میدونید. سال 2003 داره میگه ما قبل از اینکه بریم به عراق حمله کنیم آمدیم با ایران صحبت کردیم. دیگه شما دنبال چی هستید؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب. البته ناگفته نماند دموکرات هم فرقی نمی کنن. الان وحشت مردم توی آمریکا این شده که چه دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا باشه، چه خانم هیلری کلینتون، هر دوی اینها یه جوری دنبال جنگ و خونریزی و نمیدونم به خون و آتش کشیدن دنیا هستن. حالا نمیدونیم، امیدواریم یه اتفاقی بیفته، یک چیزی عوض بشه و به اصطلاح اینجوری که ما فکر میکنیم نشه و دنیا و جهان روی صلح و آرامش رو ببینه. خب بذارید من این رو براتون به این صورت نشون بدم و ببینیم. میگه قرن 13 تا اون شایع شد کلیسا آن را نشانه گناهان یهودیان دانست. 12,000 یهودی در باواریا و اشتراسبورگ سوزانده شدند، بقیه مردم را تا اون کشت. پایان قرن 16 برای مدتی جراحی ممنوع شد، چون پاپ اعظم معتقد بود که در روز رستاخیز قطعات بدن نمی توانند یکدیگر را پیدا کنند. هزاران نفر با این تصمیم پاپ مردند، بلکه اجزای بدنشان در روز رستاخیز گم نشد.
قرن 17 ادعا شد لمس استخوان‌های یک قدیس در فلورانس باعث شفا می شود. زیستشناسی تصادفی کشف کرد که استخوان قدیس نیست و استخوان یک بز است، اما استخوان‌ها همچنان شفا می دادند. انسان‌ها نادان به دنیا می آیند نه احمق. انسان‌ها نادان به دنیا می آیند نه احمق. آنها توسط آموزش اشتباه احمق می شوند. و اینجا زیرش نوشته که بزرگترین دشمن سعادت و آزادی انسانها دفاع کورکورانه از عقاید و باورهای غلط است. این زیرش هم نوشته برتون راسل، حالا نمیدونم همش از اونه یا اون قسمت آخرش. خب یه عکسی هم اینجا هست، من اگه بتونم بله صبحانه رو بهتون نشون بدم. صبحانه خوردید امروز صبح؟ اینجا الان بعد از ظهر هست و بله میگه که این خانم تخمق رو آپس کرده و نشون میده که روش نوشته شده الله. میگه الله در تخم مرغ، اون یکی دیگه توی یک کشوری نون توست گذاشته و میگه این عکس حضرت عیساست، نون به اصطلاح عیسی در نان توست. میگه اگر موسی هم در یک لیوان آب پرتقال ظاهر بشه اون وقت میشه یک صبحانه کامل از خرافات نوش جان کرد. این ماجرای خرافات و اینها من میگم متاسفانه مثلا همون دوست ما آقای خواجه عبدالله، حسن خواجه عبدالله مهندسه، میاد فیلم ها و ویدیوهای خوبی درست میکنه از خرافات آخوندا و اسلام و اینها، میگه آدم بهش امیدوار میشه، یه دفعه میبینه آقا رفت تو خرافات این وریا. چه باید کرد نمیدونم. امروز آقای مسعود سهیلی باز طبق معمول یه ویدیوی فرستاده بود که یکی از همین مسیحیای تندرو اینو درست کرده و ثابت میکنه که هواپیما که زد به نیویورک مسلمون بود، اون که زد به اون مسلمون بود. آقای سهیلی به خودش زحمت نمیده بره اسامی اونهایی که مذهب مسیحی دارن و کشت و کشتار کردن. آقا توی کجا بود؟ نروژ بود، مسیحی چندین نفر کشت. همینجا سال 1995 اون پسر جوونه رفت ساختمون فدرال مال دولت رو منفجر کرد، مسیحی بود. آقای سهیلی نازنین شما شاعر هستی، آدم انتظارش بیشتر از شما که شما یکم برید تحقیق کنید، هم ننویسید. من 10 نفر بیشتر رو ایمیلم نیستم، هرچی میاد دستم برای این و اون میفرستم. نمیدونم چی بگم والا. خب به این میگن پیشرفت. خب اتفاقا جای امیدی هست، این همون اصلاح طلب. اینایی که میگن امیدی به اصلاح طلب نیست، میشه بگی نه مگه میشه؟ اصلاح طلبی اصلا جزو ذات انسان هست. اگه انسان ها اصلاح طلب نبودن ما هنوز در غار زندگی میکردیم. میگه به این میگن پیشرفت. همسر امام این قیافه و عکسش بود، دختر امام این قیافه و عکسش هست، نوه امام این خانم هست و میگه نتیجه امام این خانمه. اتفاق خیلی شبیه گلشیفته فراهانی اگه اشتباه نکنم. و این زیرش هم نوشته و به زودی ندیده امام. میدونید که نوه و نتیجه و این هم ندیده. امیدوارم که همه تون سناتون به یک جایی برسه که نوه و نتیجه و ندیده و اینها را هم ببینید. و اما ببینیم که دوستمون بله آقای علی شیرازی ویدیوی رو فرستادن در رابطه با شاه و اینها. من این رو توی آمریکا وقتی یه ساختمان جدیدی هست میخوان اجاره بدن، شما تو ترافیک داری میری ناراحت، این بغلش یه پلاکارد یه بنر نمیدونم تو ایران الان به اینا چی میگن گذاشته و نوشته که اگر اینجا خونه اجاره کنید یا آپارتمان اجاره کنید الان خونتون بودید. این ویدیویی که شما فرستادی آقای علی شیرازی، اگر شما تلویزیون مردم رو نگاه میکردید روزی که من راجع به مصاحبه بیژن فرهودی با آقای علیرضا انصاری صحبت کردم، گفتم که آقای بیژن فرهودی
فقط یه برنامه سازه، یه حقوقی میگیره از کیهان لندن، اون موقع یه حقوقی میگیره از وایس آف امریکا. اینها حقیقتا ژورنالیست نیستن. بله میره یه چیزی رو گزارش میده، ولی خودش نمیاد صحبت کنه بگه آقا شما الان دروغ گفتید، الان اشتباه کردید، اینجوری یقه این اونو بگیرید. اون فیلم رو من درباره در مقابل این فیلمی که آقای بیژن فرهودی مصاحبه‌ای که درست کرده بود گذاشتم. یادتونه من هی میپرسیدم که چرا همه دنیا میگن آیسیس ولی این آمریکا و بعضی ها مسئولای دولتی هی میگن آیسیل نمیگن آیسیس. یه دوستی نوشته بود که اینها دلیلشون اینه که این آیسیس برمیگرده به 40 سال 30 سال پیش و اسم سازمان به اصطلاح جاسوسی یا اطلاعات اسرائیل و الان اینا توش موندن، در صورتی که وقتی اونجوری میگن آیسیل برمیگرده به جای این سوریه و چیز میشه اون شام که همون اصل اولیش هست. و اینجا هم این دوستمون کوروش عزیز این رو فرستاده نوشته که The international press has finally begun to understand Saudi Arabia's role in supporting international terrorism. میگه که اینها بالاخره دارن میفهمن که کی این تروریسم بین المللی رو داره تغذیه میکنه. سعودی عربیا رو مثل یک خوک گذاشته و این هم بچه خوک ها دارن ازش شیر میخورن مینوشن. حماس، آیسیس، القاعده، طالبان یا LET، بوکو حرام و همه اینها. میگه که کارتونش هم این رو بریتیش دیلی میل این رو کشیده و چاپ کرده. اتفاقا دیروز چون 8 مارچ بود و من 7 به خانم ها تبریک گفتم، بازم لازم میدونم بگم یک برنامه بود اینجا در آمریکا و این باعث خجالته که تو آمریکا حتی اینایی که تو وزارت امور خارجه کار میکنن حاضر نیستن یک کلمه درباره عربستان سعودی صحبت کنن. و اون خانمی که آمده و صحبت میکرد میگفت ما منظورمون این نیست که اگر از عربستان سعودی داریم ایراد میگیریم یعنی ایران خوبه. خیلی از این کارهایی که عربستان سعودی میکنه ایران هم انجام میده، ولی ایران اقلا یه سری آزادیایی رو به خانم‌ها داده که 100 سال از عربستان سعودی جلوتره، ولی آمریکا هی ایران رو میاره تو خبرها ولی از عربستان سعودی به خاطر نفت و به خاطر اینکه خودشون دیدید دیگه 11 سپتامبر اون آقای کی بود اصلا نشسته بود رو دسته مبله به اصطلاح جورج بوش، یعنی خودشو بالا نگه داشته بود، جورج بوش هم نشسته بود اون پایین، بعدم همه اینا رو جورج بوش سوار هواپیما کرد وقتی که تمام فرودگاه ها بسته بود فرستاد رفت. ولی متاسفانه اینجا هم صدای کسی در نمیاد. یه بیچاره هم اگر صدا داد مثل بیل مار کارش رو از دست داد و اصلا خیلی ها دشمنش شدن. این هم از این. خب به این میگن پیشرفت. و اما 8000 ایرانی تبار به آلمان تنها در ژانویه، پناهندگی 8000 ایرانی تبار به آلمان تنها در ژانویه و فوریه 2016. بله بعض وقتا من این چیزهایی رو که میخونم دوستان خدای نکرده یه وقت فکر نکنید ما کم سواد هستیم، این نوشتار فارسی عوض شده و گاهی وقتا من و این دوستانی که نشریه و اینها رو می‌نویسن بلد نیستیم مثل ایرانیایی که تو ایران 37 سال بعد از انقلاب بودن صحبت کنیم. ایران شهر نوشته که پناهندگی 8000 ایرانی تبار به آلمان تنها در ژانویه و فوریه 2016. اولا این غلطه، اینها پناهجو هستن، وقتی هم میان آلمان معلوم نیست که در آلمان بهشون پناهندگی میدن، مخصوصا وقتی که این ژانویه و فوریه 2016 است. خب این اولین کلمه این مقاله با غلط شروع شده. بعد میایم پایین میگه که وزارت کشور آلمان اعلام کرد در ماه ژانویه و فوریه
2016 مجموعاً 153,099 نفر را در دفاتر ثبت پرونده‌های پناهندگی به این کشور ثبت نام کرده است که بیش از 8,000 تن از این افراد ایرانی تبار بودند. به گفته مقامات وزارت کشور آلمان، در ماه ژانویه رکورد پذیرش مهاجر آلمان شکسته شد و مجموعاً بالغ بر 91,671 نفر در این کشور به عنوان متقاضی پناهندگی، بله ببینید متقاضی پناهندگی میشه پناهجو، آقای بیژن خلیلی اگه اشتباه نکنم مسئول این نشریه هستند. اینها پناهجو هستند. وقتی که پناهجوییشون پروندهشون قبول شد دادگاه رفتن میشن پناهنده، ولی تا اون موقع بیچاره ها در برزخن و بلا تکلیف. همچنین در ماه فوریه 2016 نیز مجموعاً 61,428 پناهجو وارد خاک، ببین حالا آخرش داره درست میشه، کم کم دارن یاد میگیرن، پناهجو وارد خاک آلمان شدند که 3,937 نفر آنها ایرانی تبار بودند. این وزارتخانه گزارش کاملی از تعداد مهاجران منتشر کرده و به ترتیب اولویت، این اولویت رو بعضی ها میخونن اولویت، توی من تلویزیون ها دیدم و خود من خیلی اشتباه میکنم، ولی چجوری باید این دوستان یاد بگیرن زبون فارسی رو چیزی نیست به غیر از این که اگر اینها اشتباه میگن من یا شما که بیننده و شنونده هستیم تماس بگیریم، خیلی دوستانه با محبت بهشون بگیم این کلمه رو شما اشتباه گفتید. من گفتم این دوست اون آقای امید امیدوار ضرب و شتم رو میگفت ضرب و شتم. بعد خود من اولین باری که تمبر پستی رو خوندم تمبر پستی، چون بهشم نوشته بود و من هیچ وقت تو زندگیم چیزی ننوشته بودم که تمبر رو بگم، یعنی نخ بخونم تمبر رو بخونم تمبر. در هر صورت اینها اشکالی نداره، ولی اگه کسی گفت باید قبول کنیم و بپذیریم و ازشون تشکر کنیم. چون صحبت از تشکر کردن شد، اجازه بدید من از این حمید دوستمون تشکر کنم که مدت‌ها بود ازش پیامی دریافت نکرده بودم و خیلی خوشحالم که این پیام رو لطف کرده گذاشته. اون روز یادتونه من راجع به تورپیدو صحبت می‌کردم، تورپیدو یه چیزی هست که این کشتی‌ها یا زیردریایی‌ها به همدیگه شلیک می‌کنن. توی این الکساندریا اصلا یه کارخونه‌ای بود که تورپیدو می‌ساخته، الان به عنوان موزه نگهش داشتن و شما می‌تونی بری اونجا حتی سوار یکی از این تورپیدوها بشی. ببینیم که این دوستمون چه پیغامی گذاشته. بفرمایید. جناب سردی، عرض ادب می‌کنم، حمید هستم از نیویورک زنگ می‌زنم. در مورد مسئله تورپیدو که فرمودین، من حتما میدونم شما از خاطرتون رفته، ولی در فارسی اژدر میگفتیم ما. بله روزتون بخیر، موفق باشین، خداحافظ. ممنونم حمید عزیز، خیلی خوشحالم که صداتون رو شنیدم. ببخشید دوستان، ما امروز با این پیرن اومدیم چون هوا گرمه، از زیرش این زیر پیرنی اونم پیدا میشه، بذارید من اینو ببندم. گفتم بهتون، بعضی از دوستان میگن آقا چرا اون دکمه رو تا بالا میبندی؟ میگم والا خب پول این دکمه رو هم دادیم، بذارید ازش استفاده کنیم. خیلی گرم بود امروز، منم بیرون بودم، آمدم سریع دوش گرفتم، دیگه حوصله پیرن و کراوات و اینها رو نداشتم. و اما بریم، من این باز هم نوشته‌ای راجع به مبارزات انتخاباتی آمریکا بخونیم که 7 مارس خانم شایسته الهامی نوشتن و خیلی قشنگ توضیح دادن. و اینجاست که دوستان، اون خانم نزهت یحیی‌زاده از چیه، یه مقداری واقعا وجدانتون شرفتون رو قاضی کنید، هی جورج بوش ریپابلیکن نکنید و بیاین ببینید چه خاکی بر سر خودتون کردید. در نشریه پیوند 25 اسفند امروز، what
امروز 19 اسفنده، نکنه 29 اسفنده، در اصل نمیدونم. به نظر میاد که یکی داره اشتباه، نه دیگه، 20 ببینید، 20 مارچ میشه اولین روز سپرینگ، درست میگم؟ بله، بذارید 20، بله، خب این غلط، 25 اسفند غلط. پیوند سال 23 نوشتن دیدگاه الیکشن 2016، یعنی انتخابات 2016، و اینجا هم نوشتن since 1993، یعنی این از سال 1993 می نویسن تاریخ تأسیس، از اون موقع این پیوند به اصطلاح چاپ میشه یا چاپ میشه، چون من میدونم این به صورت نشریه است، به صورت فقط اینترنتی نیست. بذارید من این رو براتون باز هم بزرگتر کنم و با هم بخوانیم. بفرمایید تا اینجا. خب میگه که عکسای این آقای چیز رو گذاشتن تو حالتهای مختلف، این اصلا واقعا نمیشه بگی انسان، این جانور عجیبی هست این آقای چیز، خیلی دروغ میگه و حتی درباره ثروت خودش هم دروغ میگه و مردم رو با این دروغا فعلا گذاشته سر کار. بذارید من این، همیشه از خودم میپرسیدم چرا این روزنامه ها ستون به ستون می نویسن، چرا مثل کتاب صفحه‌ای نمی نویسن، اینجوری آدم یه خط بره هی باید بره پایین بیاد بالا. هیچ وقتم پاسخ این پرسش رو نگرفتم. خانم شایسته الهامی روز 7 مارچ می نویسه که زمانی که مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا را نگاه می کنم، یاد کشتیگیران نمایشی میفتم که در دهه 80 در تلویزیون‌های آمریکایی نشان می‌دادند. این برنامه‌ها با جنبه تفریحی بیننده زیادی داشت و معمولاً آخر شب به نمایش گذاشته می‌شد. البته آن برنامه‌ها آسیبی به دیگران نمی‌زد، ولی اگر یکی از این گفته، یعنی ولی این چیزا، این به اصطلاح مناظره‌ها آسیب به دیگران می‌زنند. اگر یکی از این گفته‌ها و اعمال کاندیداها در یک کشور عقب مانده، عقب نگاه، اینم خیلی ما میگیم کشور عقب مانده، ایشون درستش رو نوشته، در یک کشور عقب نگاه داشته شده صورت میگرفت، تمام تلویزیون‌های کشورهای غربی به خصوص آمریکایی اینطور وانمود می‌کردند که مردم این کشورها به خاطر حکومتشان از تمدن عقب ماندند، باید حکومت آن کشورها را متمدن کرد و مردم آنجا را از دستشان نجات داد و بلافاصله سیل اسلحه سرازی و بمباران آن کشورها شروع میشد و اشکهای تمساح حقوق بشری جاری میشد و اگر مردم آن کشورها میخواستند از بمباران کشورهای متمدن فرار کنند، دو راه داشتند: غرق در دریا و یا تحقیر در همان کشورهای مدعی تمدن و حقوق بشر. خیلی قشنگ ایشون نوشته، برید بخونید ببینید توی همین چند روز گذشته طرف مسلمان توی انگلستان که یک کار و شغل مهمی هم داره، میخواسته بره هانیمون ماه عسل با همسرش، توی فرودگاه گرفتن 5 ساعت بدون این که بهش بگن چیه و اینها نگهش داشتن، آخرم گفتن شما نمیتونی بری مسافرت. برین ببینید که طرف داشته قبل از این که هواپیما، دیدید مثلا میگه ما ربع ساعت دیگه نوبتمون میشه پرواز کنیم، شلوغ این بهش میگن چی میگن، این باند پرواز یا رانوی بهش میگن اینجا، یا تارمک. و خب بعضی ها اون موقع میشنن ایمیلاشون رو چک میکنن، میشنن چی میکنن. یه بند خدایی داشته ویدیو نگاه میکرده، این خانومه بغل دستش با بچه هاش گزارش میده به اون مهموندار هواپیما که این آقایه داره ویدیوهای به اصطلاح وحشتناک نگاه میکنه و اینها، و اینو از هواپیما میکشن میارن پایین و میرن کیفشن ور میدارن و میارن و چندین ساعت نگهش میدارن. بعدن معلوم میشه که ایشون داشته اخبار نگاه میکرده،
چون تو تلفنت معلومه چه ساعتی چی نگاه میکردی. این رو آقای ماز جبرانی به صورت جوک میگه. ضمناً ماز جبرانی اول آپریل در کندی سنتر در واشنگتن برنامه داره، من هم خیلی خوشحالم که اونجا میرم و یکی دو ساعت اقلن میخندیم و این نگرانی های دنیا رو به دست فراموشی میسپاریم، بعد میایم بیرون دوباره یادم میاد. در صورت میگه دو راه داشتن، غرق در دریا و یا تحقیر در همان یا همین کشورهای مدعی تمدن و حقوق بشر. یک ضرب المثل ترکی با این وضعیت خانایی دارد. دو چیز به نظر مهم نمی آید. ثروتمندی که حبه تنفروش است یا حبه تن و فقیری که خسته. اینو من نمیفهمم. دو چیز به نظر مهم نمی آید. ثروتمندی که حبه تنفروش است، قهبه تنفروش است و فقیری که خسته. بابا بنویسید، چرا هی حذف میکنید؟ اونی که میخواد اینو بخونه مگه نباید بفهمه که این قهبه است؟ عجبا، بنویسید. مگر اینکه غیرقانونی باشه، فکر نمیکنم روزنامه یا نشریه پیوند در کانادا غیرقانونی باشه. و وقتی من به این دوستان میگم خودتون مقاله رو بخونید که من اینجا دوچار اشکال اشتباه نشم، البته خانم شایسته الهامی لطف کرده چندین بار برای من نوشته شما مقاله ها رو خوب میخونید، ممنونم ازشون. خلاصه میگن که دو چیز به نظر مهم نمی آید، ثروتمندی که قهبه است و فقیری که خسته. بعد از سه‌شنبه اول مارس بن کارسون کنار رفت، ترامپ هنوز اول است و هنوز رأی‌گیری در دو سوم ایالت‌ها باقی است. هرس این کاندیداها برای رسیدن به قدرت و پول باعث شده به جای تشریح برنامه‌هایشان در داخل کشور، همدیگر را یا یکدیگر را تحقیر کنند، شکل ظاهری همدیگر را مسخره می‌کنند، طوری که در مناظره روز سوم مارس در تلویزیون فاکس سخن به اندازه دست و آلت تناسلی ترامپ هم رسید و باز هم این ترامپ است که دست همه را رو می‌کند و در عین اینکه خودش در مورد گذشته خود دروغ میگوید، دروغهای دیگران را با تحقیق کردن آنها رو میکند. او در مورد میت رامنی میگوید من او را در زمان کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری سال 2012 سپورت کردم و اگر از او میخواستم که در مقابل من زانو بزند، این کار را میکرد. دوستانی که همون حبه رو میدونن که قهوه هست، میدونن که کسی هم که در مقابل کسی زانو میزنه برای چه کاری زانو میزنه. در صورت این نوشته خانم شایسته الهامی رو اگه خواستید در نشریه پیوند میتونید پیدا کنید، یا میتونید برای من ایمیل بفرستید، یا اگر خودشون رو از طریق فیسبوک و اینها میشناسید میتونید از خودشون بخواید. خیلی قشنگ نوشتن و ممنونم. ای کاش افرادی که اینقدر زحمت میکشن این مقالات رو مینویسن 10 دقیقه ربع ساعت اینها رو به صورت آدیو ویدیو برای افراد تنبل کودنی مثل من بذارن تا ما اقلن اگر تنبلیم از کودنی بیایم بیرون و آگاه بشیم. و اما وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین بخش هفتم همین دیروز بود که ژاله را دیدم. این رو در قسمت بالاترین آقای علی حسین نژاد چاپ کردن. اتفاقا یکی دو تا ویدیو هم از این دوستان بود، هم از مجاهدین و خانم رجوی در رابطه با روز 8 مارس روز زن، و هم از مجاهدینی که جدا شدن از سازمان رجوی، اونها هم برنامه‌ای گذاشتن. اینها هم اگر بخوان میتونن با یه مبلغ خیلی کم این ویدیوها رو از تلویزیون مردم نشون بدن. شما ببینید وقتی یه چیزی رو درست میکنید میذارید، بعضی ویدیوها من دیدم مثلا بعد از 2 سال 170 تا 180 تا چیز گرفته، رفتن ویزیتور یا بازدید کننده داشتن. در صورتی که روی تلویزیون مردم، روی فیسبوک مردم که بذارید دیگه چند ده هزار تاش حداقلش معلومه، شماره داره روی فیسبوک و اینها، ولی
به قول معروف صلاح مملکت خیش خسروان دانند. این هم از این. و اما فیلم ممنونم از شهرام عزیز که فیلم تجمع سوریه را رها کن فکری به حال ما کن رو از ایران پرس نیوز برای من فرستاده. ما متاسفانه این فیلم ها رو وقتی توی برنامه‌مون نشون میدیم اون وقت چی میشه؟ یوتیوب ویدیوی خودمون رو هی میاد اذیت میکنه و مینویسه که شما کپی رایت اینها رو به اصطلاح زیر پا گذاشتی، تا ما میخوایم بنویسیم بابا این اینجوریه، اون طرف از خداشه که ما این نشون بدیم، یا حتی بعضیا به ما پول دادن که اینو نشون بدیم، کلی میگذره و دیگه اون ویدیو کهنه شده. بله، ایران پرس نیوز. و من نمیدونم مثلا این ایران پرس نیوز، این یکی از چیزای مبهم این نشریاتم اینه یا چیزای رو اینترنتی، اونایی که مثل من یا بیعقلی کردیم یا واقعا شجاعت کردیم از روز اول آمدیم در این باکس، در این جعبه شیشه‌ای نشستیم تا هر کس و ناکسی از درون تاریکی به ما سنگ بزنه، ولی این روزنامه ها اینها هیچ کس پشتش نیست. بهتون گفتم یکی از اونها همین دوست ما بود که میگفت من جوونم. خب من هیچ وقت نفهمیدم جوون پیره، نه تلفنی ازش داشتم، یه ایمیلی برای ما درست کرده بود گذاشته بود، همین آقای کوین که حالا به صورت کاوه است و کسی که اون موقعش عوض کرده بود برای ما کوین بود، الان برای دیگران کاوه شده، معلوم نیست اسمش چیه. بعد آمده بود پشت مردم ریپورت بود، بعد دوستان هی به من میگفتن آقا این که نمیشه، این داره جورج بوشو چی میکنه فلان میکنه، هرچی هم ما میفرستیم نمیذاره. وقتی هم باهاش تماس میگرفتیم هیچ اثری، هیچ خبری، هیچ تلفنی، هیچ. شما میشناسی؟ هیچی نیست. ایران پرس نیوز رو میشناسید کی پشتشه؟ نمیدونم هزار تا روزنامه دیگه، اونایی که حتی مینیسه درباره ما خودش رو معرفی نمیکنه. حالا این که دیگه اصلا هیچی نداره، نوشته تواس با ما، عضویت، لغو عضویت، ایران پرس نیوز در تلگرام و الی آخر. در صورت این میگه که فیلم تجمع سوریه را رها کن فکری به حال ما کن، شماری از بازنشستگان صندوق فولاد اصفهان با تجمع اعتراضی در برابر ساختمان استانداری شعار میدادند صندوق را خالی کردند، ما را بیچاره کردند. تجمع کنندگان به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود اعتراض میکردند و شعار میدادند سوریه را رها کن فکری به حال ما کن. خب حالا اینجاست که وجود آقای منصور اوسانلو لازم میشه. وقتی من با ایشون صحبت کردم گفتم آقای نوریزاد که نه کاری داره نه شغلی داره نه چیزی داره، آقای ملکی، دکتر ملکی، اینا بنا میشن از صبح تا شب میان کنار خیام وای میسن، همدیگر رو میبینن، سلام و احوال پرسی میکنن، دیگه اصلا پلیس هم کاری به کارشون نداره، سپاه پاسداران هم کاری به کارشون نداره، اینا چه دردی رو دمه ها میکنن، چه قدمی پیش رفتن. اگه شما تونستید یک کارگری رو که در اتوبوس واحد کار میکنه بهش بگی آقا امروز که داری رانندگی میکنی اتوبوس رو اینجوری پارک کن، یه اتوبوس دیگه هم اونجوری پارک کنه، دیگه خیابونا رو ببندن. یه مشتی بنده خدای پیرمرد و پیرزن بازنشسته بیکار میان میگن آقا به ما حقوق ندادی. آقا دولتی که شما دارید میگید به کارگری که داره کار میکنه حقوق نمیده دلش به حال بازنشسته سوخته؟ شما که میگید ما 20,000 نفر آمدن امضا کردن، من اصلا رأی صندوق دیگه برای من ایمیل هم نمیفرسه. چرا؟ چون میدونن بابا اینا شور حسینی برشون میداره، میان اینجا الان این شور حسینی آقای شمیرانی رو برداشته. یه چند نفر بهش زنگ زدن میگم شما نمیدونید سال 2001 دور منو گرفته بودن، آقا شما که میای میگی این ما یه شاهی داشتیم شما اومدی این شاه رو خراب کردی. گفتم بابا کی خراب کرده؟ خیلی هاتون به من میگید شاه رضا پهلوی به تو پول داده که بیای مطرحش کنی، من گیج شدم نمیفهمم بالاخره ما اینو خرابش کردیم یا مطرح شده، این چه شاهیه که با یه سربی خراب شد. در هر صورت آقای میمدن به ما میگفتن آقا خودت بیا بگو من میخوام رهبر باشم. اصلا دوستمون پیشنهاد کرد آقا بیا پرچم سفید اینجوری بذار روشم علامت صلح و اینا، که همین پرچم بعدن از دست حخا آمد بیرون. همون
پیشنهادا شد آقای کامران عطابکی میخواست از اینجا رئیس جمهور بشه، همون پیشنهادا همون یابو برداشتنها آقای فتح الله خالقی یزدی شد اهورا پیروز دکتر یزدی حقا. حالا آقای شمیرانی هم توی تلویزیون ایران آریایی که 50 بیننده نداره یه دفعه یابو برش داشت، فکر کرد آقا میرم جنبش خودم را میندازم، جنبش هسته، جنبش پول خورد، جنبش چراغ خاموش، جنبش چراغ روشن، جنبش برو تو خیابون وایس نمیدونم قاشق چنگال بزن، جنبش قابلمه، همه اینا رو داشتیم. حالا وایسیم ببینیم آقای شمیرانی بعد از این همه افتضاح مکرر و مجدد میخواد چه جنبشی رو به شما بده. یه مدت دنبال آقای حخا بود، 1 2 3 سرود ای ایرانی بخونیم، یکیشون بلد نبودن این سرود رو بخونن. یه مدت افتاد دنبال کون آقای سعید سکویی، عمدن میگم دنبال کون چون اینا اونا جلو میرفتن این باید دنبال کونشون میرفت. یه مدت آمده افتاده دنبال کون آقای مهدی وطنخا، حالا 4 که حالا مهدی وطنخا میگه که اینها اومدن این رو از راه به در کردن، میخوان این حامی رضا پهلوی نباشه. آقا وقتی این حامی رضا پهلوی بود، رضا پهلوی چه غلطی کرد که حالا این حامیش نباشه؟ خب حالا بشینید و منتظر باشید جنبش آقای شمیرانی بیاد بیرون. خب میشینه فکر میکنه میگه چه کار کردیم، اون که گفت چراغ خاموش کن نشد، اون که گفت روشن کن نشد، اون که گفت نمیدونم پول خورده رو جمع کنید نشد، اون که گفت هسته و پسته و بادم زمینی. حالا بشینیم و منتظر باشیم آقای شمیرانی. یه دوستی که اینام از همین دوستایی هستن که معمولا نه عکس میذارن نه اسمشون، فکر کنم نوشته بود پارسا یا سهراب پارسایی یا پارسا سهرابی، بذارید ببینم، من اسمها رو بعض وقتا یادم میره. بذارید اول این آقای شمیرانی رو نشون بدیم، یک تبلیغ مجانی براش بکنیم که شما هم برید بهش پول بدید، یه وقت اگه ایشون شد شاه، نخست وزیر، وزرا، سفیرای کشورهای دیگه، کنسول، اینا همه میخواد. نوشته سوالات و ابهاماتی برای نداشتن حضور من در رسانه ایران آریایی برای هموطنان به وجود آمده است، با پوزش از شما یاران، ولی فرصتی برای بدرود گفتن با تلویزیون در آنجا پیش نیامد. این لینک را دوباره پخش میکنم، شاید جواب را دریابید. یه ویدیویی رو گذاشته روی فیسبوک خودش که اونجا توضیح میده که آقا خسته شدم از بس رفتم دنبال آقا رضا پهلوی. این رضا پهلوی، ایشون واقعا رضا پهلویه، چون یه بشقاب پلو میدن 500 دلار، 100 تا احمق رو جمع میکنن تو کانادا، یه بشقاب پلو میدن 1000 دلار، 50 تا احمق رو جمع میکنن تو ال ای، و اینم میره پلوور میخوره، پولم میگیره میاره. بعدم اونا با هم دیگه دعوا، آقا تو گفتی ما براش واقعا لس وای میسیم عکس میگیریم، این نیومد عکس بگیره. اینو آقای شمیرانی هم یه دفعه گویا به قول شیرازی ها هنونوی کرده و ایشون رو دعوت کرده و برده اونجا و یه برنامه گذاشته و پول داده، فکر کرده حالا میشه نخست وزیر. آقای شمیرانی شما اولین کاری که میکنی باید به افرادی مثل سوربی زنگ بزنی بگی آقا من غلط کردم، اشتباه کردم. سوربی تو بهتر از ما فهمیدی، تو وقتی گفتی آقا برو استقلال خودت به دست بگیر، حتی اگه شده توی رادیوی اینترنتی، و نرو دنبال کون مهدی وطنخواه. مهدی وطنخواه الان که خواهرش مرده، پول خواهرش تموم شده، داره نفس از فلانجاش میکشه. آخه مرد، آدم، جوون. بعد حالا این دوستمون نوشته که آقا این آقای فلان در زمان جنگ اینجور بوده و اونجور بوده. آقا چرا دروغ میگید؟ همین آقای شمیرانی نشسته بود بغل دست سکویی، برای سکویی دوران سربازیشو تعریف میکرد، میگفت که دولت جمهوری اسلامی این رو به زور برده جبهه. حالا ببینید دروغ، وقتی که ما میدیدیم اونجا بودیم، نوبت میگیرن، کلک میزنن، طرف میرفت شناسنامه برادرشو میدوزید، میرفت شناسنامه پسراموشو میدوزید، با سن بالاتر بره جبهه، با موتورگازی میخواستن برن. این آقا میگه دولت جمهوری اسلامی ایران این رو مجبور کرده بره جبهه. بعد میگه چند نفر رو گذاشته بودن که مواظب این باشن.
آخه من نمیفهمم، تو رو فرستادن جبهه، چند نفر رو گذاشتن که مواظب تو باشن که چی؟ اسلحه دستت بوده یا نبوده؟ آقای شمیرانی خجالت بکش، دروغ 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 یه وقتی گندش بالا میاد. همینایی که امروز دارن قربون صدقت میرن، فردا 4 تا از این ویدیوها رو که ببینن میگن بابا این دروغ میگه. آقا رفتی جنگ، رفتی برای ایران آزاد کنی، برای از دست عراقیات، دمت گرم، آفرین. بیا خیلی قشنگ شجاعانه بگو که من رفتم، حتی اگه اون موقع پرچم سبزم میبستی اینجا، حتی اگه یا حسین و یا خمینی هم میکردی، بگو آقا جوان بودم، شور و شوق داشتم، رفتم. یا بگو رفتم برای ایران. نه یا دروغ بگو، بگو منو بردن به زور جبهه، چند تا سربازم میذاشتن که مواظب من باشن. آخه این نمیخونه. آقای مصطفی زاده کجایی؟ این نمیشه، این نمیخونه. حالا آقای شمیرانی برنامه های تلویزیونیش تعطیل شد، چطور میشه؟ از اون روز تا حالا شما با پای برهنه خوابیدید؟ وقتی برنامه داشت چیه؟ آقای آریان خواه هم اومده. آریان خواه چیه؟ وطن فاق نمیدون. آریان وطن خواه میگه که بله ما در یک جبهه بودیم، در یک سنگر بودیم، با هم تیر مینداختیم. خاک بر سرت، چه تیرانداز بدی هستی که 5 سال تو این تلویزیون، سالهای دیگه در تلویزیونهای دیگه تیراندازی کردی، یک دونش به هدف نخورده. خجالت بکشید. به قول این آقای افشارها میگه خجالت بکشید. خجالت کشیدن یک مرام خوب انسانی است، برای که آدم از کار بدی که میکنه خودش خجالت میکشه. اینها خجالت نمیکشن، اینها آدم نیستن، اینها انسان نیستن، اینها شرف ندارن. حالا وایسیم ببینیم چی میشه. بذارید من اگر این نوشته رو بتونم پیدا کنم نشون میدم که این دوستمون از من خواسته که به آقای شمیرانی نمیدونم برنامه بدم یا بگم بیا برنامه بذار. ما آقا بارها گفتیم هر کسی بخواد تو تلویزیون مردم میتونه بیاد برنامه داشته باشه. و بذارید من یه جایی ببینم، نمیدونم، انقدر به خدا چیزا زیاده که اسم آقای مصطفی زاده رو آوردم، ایشون ایمیل فرستاده. جناب سربی سلام، از نظر من خانم شایسته الهامی یکی از شایسته ترین خانم های ایرانی هستند که کمترین وظیفه هر ایرانی در مقابل ایشان یک تشکر است. بنابراین من این وظیفه را بدین وسیله انجام دادم یا انجام میدهم. ارادتمند مصطفی زاده. ممنونم آقای مصطفی زاده. شما نمیدونید همین یه تشکر، به قول خودمون میگیم خشک و خالی، چقدر این دوستانی رو که ساعتها میشینن تحلیل میکنن، مطالعه میکنن، وقت میذارن، مینویسن، و منم اینجا میشینم با آسونی ازشون ایراد میگیرم که آه اینجا اینجوری گفتی خانم، اونجا اونجوری نوشتی. اینها عمرشون رو دارن میذارن و هیچ کدومشون هم نگفتن شما اگه 10 سنت بدی من این مقاله رو بهت میدم. همین یه تشکر خالی روز اینها رو میسازی. من از شما ممنونم، متشکرم. خب بیایم ببینیم که این آقا رو ما میتونیم پیدا کنیم براتون بخونیم. نمیدونم چی بود، خدایا اون، کاش که این صفحه شخصی خودمون اصلا تعطیل کنیم، فقط روی مردم تیوی با شما باشیم. آها دوستان، آقای هوشنگ رادخو دیروز براش نوشتم شما تنها طرفدار پادشاهی هستی که دیگران رو تحمل میکنی. و برید ببینید یه ویدیوی رو فیسبوک ما گذاشتیم، اتفاقا تا روز جمعه هم براشون اینجا پخش میکنم، به نام کسانی که کشور به دشمن سپردند. ببینید چقدر قشنگ این آقا که عاشق محمد رضا شاه بوده، عاشق رضا شاه بوده، عاشق این رضا پهلوی بوده، ببینید چجوری قشنگ آمده این ویدیو رو درست کرده و توضیح میده. بذارید اصلا من بیارم توی فیسبوک یک گردش اینجا داشته باشیم. این آف بله، فیسبوک مردم تیوی. اول این صفحه بزرگشو بهتون نشون بدم که مردشور این فیسبوک ببره. خب همین صفحه رو ادامه بده، چرا الان بعد میای تخفیفش میدی؟ این صفحه تلویزیون مردم هست. اگه تا امروز
نیومدید، عضو نشدید، فالو نمی کنید، لایک نمی کنید، نصف عمرتون تلف شده. حتما بیاین این کار انجام بدید، مثل دیگران همه عمرتون تلف بشه. خب ویدیوهایی رو میذاریم، نوشتهایی رو میذاریم، برنامه های خودمون رو میذاریم، اعلام برنامه میکنیم، مینویسیم اون روزی که برنامه داریم اگه یادمون باشه، مینویسیم کی. و شما هم یک کاری انجام بدید، همون جوری که آقای مصطفی زاده لطف کردن، تشکر کردن، شما هم میتونید با عضو شدن، با نگاه کردن اینها ما رو تشویق کنید. و اما یه مقاله ای بود که یک نوشته بود ما در سرنگونی مصدق نقش داشتیم، به صدام کمک کردیم. این رو آقای اوباما گفته. دوستان طرفدار پادشاهی، شما مثل اون پدر و مادری میمونید که خود بچه‌تون که رفته زده یک کسی رو کشته، میاد به شما میگه بابا من مست بودم، بابا من دوا کشیده بودم، بابا من عصبانی بودم، اون طرف رو کشتم. شما هی میگی نه شما نکشتی، ما میدونیم شما نکشتی، بچه ما امکان نداره بکشه. آمریکا از دوره کلینتون، از اون خانم چی بود، مال وزیر امور خارجه بود، آلبرایت، مدام آلبرایت یا مادلین آلبرایت، تا من باش تو نیویورکم بودم، از اینا اومدن گفتن آقا ما اشتباه کردیم، عذر میخوایم. اوباما توی این گفت و شنود گفته ما در سرنگونی مصدق نقش داشتیم، به صدام در جنگ ایران کمک کردیم. این رو هم یه نشریه به نام احترام آزادی که اونجا گفته که با فریدمن صحبت کرده. اینو اگه خواستید ببینید. من اینجا ویدیوها رو گذاشتم، تمام ویدیوهای یوتیوبمون توی این لینک شما میتونید برید ببینید. نوشتم آیا شما این صفحه را قبلا ملاحظه کردید؟ اون دوستی که زنگ میزنه هی میگه برنامه آقای اجلالی هنوز نیومده، دوست عزیز اگه شما سرچشمش رو یاد بگیری، اون یوتیوب صفحه ویدیوها مال سوربی یا مال مردم تیوی، همه اینها رو تا میذاریم اونجا شما میبینید. و اما اجازه بدید تشکر کنیم از دکتر نسترن میردامادی زنوسی. این خانم دکتر سالهای سال من میشناسمشون، کمک میکنن به بچه ها که آینده دنیا هستن، بچه های ایران، اونایی رو که مریضن، اونایی که خیلی براشون مشکل، اونجا پدر مادرشون پول ندارن درمون کنن، ایشون بر میداره میاره واقعا با چنگ و دندان میاره آمریکا، میاره دبی، میاره کویت، ابوظبی، فلان، اینها جراحی میکنه برشون، میگردونه اونجا با خوبی و خوشی. اگه شما هم مایل بودید با ایشون در تماس باشید، کمکی بکنید، ایام عید، من اینجا نوشتم بهار در راه است، امیدوارم در سال جدید انسانهای بهتری باشیم، به دیگران بیشتر کمک کنیم، مخصوصا به کودکان. گفت و شنودی با دکتر نسترن میردامادی زنوسی، فامیلی خودشون میردامادی، فامیلی همسرشون زنوسی. شماره تلفنشون 202-580-91-37. روی این یوتیوب که کلیک میکنید مصاحبه من رو با ایشون دیدید. و ممنونم خانم مستانه شرق هم گفتن به به، درود بر شما آقای سوربی. ما دیروز این رو گذاشتیم، It is International Women's Day، یعنی روز جهانی زن هست و بر شما مبارک باد. و زیرش هم یک کاریکاتوری گذاشتیم که این نمیدونم چرا میپره اینجوری، ای خدا بگم چه کار کنیم. بله زیرش هم یک کاریکاتوری که کشیده بود یه نفر، نوشته که روز جهانی زن خجسته باد، یک آقای تاس سیبیلوی چاق زشتی نشسته روی دوش یک خانمی و میگه روز جهانی زن خجسته باد. این هم خیلی عکس گویایی هست یا کاریکاتور گویایی هست. راجع به آقای حشمت رئیسی، دوستان اگر مایل هستید ایشون در تلویزیون مردم برنامه داشته باشه، باید حمایت کنید، با خودشون تماس بگیرید و ایشون در اون برنامه درباره این که چگونه با رضا پهلوی ملاقات کردن، چگونه دوستیشون به هم خورد به خاطر شورای ملی صحبت کردن. اگر ندیدید تا حالا
حتما برید و ببینید. و اما دوستان خیلی زیاد نوشتند و تلفن زدن و اینها، و آقای حشمت رئیسی هم امیدوارم همین توی فیسبوک بیاد بهشون پاسخ بده. مثلا آقای رضا سنا نوشته که این جناب حشمت رئیسی از هول حلیم توی دیگ افتاد. با توجه به اینکه رئیسی میدانست که در میان سلطنت طلبها شخصیت‌های تحلیلگر و خط دهنده کم دیده میشود، ایشان گمان میکرد که اگر نزدیک به ربع قرن مبارزه علیه نظام استبداد سلطنتی خود را فاکتور بگیرد و به رضا پهلوی نزدیک گردد، از او به عنوان جهت دهنده و مغز متفکر استفاده خواهد شد و از امکانات رضا کلاه نمدی لوری برای خود خواهد توانست بسازد. اتحاد این دو به اجتماع یا اجماع ضدین می نامد که جمع شدن آنها محال است. اما شرایط آن روزگار و بیخردی احمدی نژاد ایران را تا لبه یک جنگ با غرب پیش برد. اکثر تحلیلگران کوتاه نگر چنین میپنداشتند که آمریکایی‌ها همه تخم مرغ‌های خود را در سبد رضا پهلوی می‌گذارند. از این رو بود که حشمت رئیسی به صرافت نزدیکی به رضا افتاد. حاصل قرب به رضا پهلوی، یک سفر با آمریکا و چند مصاحبه با رسانه‌های سلطنت طلب برای حشمت رئیسی به ارمغان آورد. در بدل این دستاورد رئیسی جمعی زیادی از همفکران خود قدیم خود را از دست داد. چپ‌ها حشمت را طرد کردند. اتاق گفتگوی پلتاکی رئیسی خالی از سوسیالیست ها و لیبرال ها گردید و در عوض تعدادی سلطنت طلب لومپن و فحاش پر گردید که این وضعیت تا الان ادامه دارد. دوباره ایشون نوشته که اگر به سخنان حشمت رئیسی کمی دقت شود، در میابید که هنوز دل در گرو رضا پهلوی دارد. او را شخصیتی سوسیال دموکرات معرفی می کند. از پایگاه مردمی او در داخل ایران حرف و حدیث به میان می آورد، در حالی که رضا پهلوی محلی از اعراب در میان مردم ندارد. رئیسی می گوید با فرزندان شاه مخلوع مشکل ندارد، فقط با دو نفر از اطرافیانش مسئله دارد. این هم از عجایب روزگار است که مارکسیستی سلطنت طلب از آب در آمد. بله، باز همون ویدیوی آقای هوشنگ رادخو اینجا هست. بخشی شگفت‌انگیز از تاریخ ایران، کسانی که کشور به دشمن سپردن، از یعقوب لیث صفار شروع میکنه تا محمد رضا شاه. و اما این جدیدترین برنامه من مال اون موقع بود، امروز میشه جدیدترین، من نمی‌نویسم آخرین، چون وقتی می‌نویسم آخرین که یا من مرده باشم یا دیگه نخوام برنامه بزنم، اون میشه آخرین. و اینجا هم خانم لیلا میلانی گفته که گفته های این فعال سیاسی 37 ساله به جایی نرسید 37 ساله به جایی نرسیده و به قول معروف they are just full of hot air، اینها پر از هوای گرم هستند. و اما اینجا برنامه زنده، ما اینجا نوشتیم بابک زنجانی اعدام می شود با دو نفر دیگه. حالا گویا روحانی میگه بابا بابک زنجانی اگه پولا رو بده مهمتره برای مملکت تا اعدامش کنید و پولا این بر اونور حیف و میل بشه. آهان، این پیداش کردم، آقای سهراب پارسی، دنبال ایشون میگشتم. ببینید دوستان، آقای سهراب پارسی آمده گفته که با درود جناب سربی، میخواستم پیشنهاد کنم در صورت امکان از آقای سعید شمیرانی دعوت کنید که اگر شده برای یک مصاحبه به برنامه شما بیاید. سعید شمیرانی یک میهن پرست شجاع است که هم در زمان حمله عراق به ایران در جبهه جنگید. آقا طبق گفته خودش شما داری بی خود میگی، ایشون میگه به زور بردنش جبهه و چند نفر هم مسئول بودن که این تو سنگر وایسه. اگر کسی رو به زور بردن جبهه، این فداکاری نکرده که. چرا آقای شمیرانی اون روز دروغ گفتی که امروز من اینجوری بزنم این دروغ رو توی پیشونید؟
و اما جنگید و همکنون نیز برای آزادی ایران از چنگال دژخیمان حاکم فعالیت میکنه. آقا همین آقای شمیرانی آمد به مردم گفت که اون تلویزیون قبلی یا همین تلویزیون آریان وطنخواه یه تلفنی، یه شرکت تلفنی پول میداد بهشون، شما نمیدونی دوست عزیز. آقای سهراب پارسی شما نه عکست هست، نه اسمت هست، نه رسمت هست، شما نمیدونی. چرا من با اون مصاحبه کنم؟ شما بیا من باهات مصاحبه کنم، بهت بگم آقا دروغ میگه، دروغ میگه. وقتی که اون شرکت پول میداد و اینها همشون پول میگرفتن و میخوردن، صداش در نیومد. روزی که از اون تلویزیون انداختنش بیرون آمد گفت این شرکت مال شرکت ایران بوده. دروغگو هستن، شما رو فریب میدن. ای داده میداد، فریبت میدهد. این سردیه، نمیدونم سرد زمستان نیست، مهدی اخوان‌ثالث، برید بخونید اون شعر زمستان رو. آمدستم وام بگذارم، حسابت را کنار جام بگذارم. آقای سهراب پارسی اینها یه مش دروغگو بیکارن. آقای مهدی وطنخواه یه حرف درست زد، گو بهش گفتم آقا شما جنبش نمیخواد راه بندازی، شما برو سر یه کاری کار کن، یه پولی در بیار که اینجوری اعصابت خورد نشه که چرا آقای رضا پهلوی شما رو به کار نمیگیره. مثلا این توقع داشته حالا از فردا به جای اون آقای نمیدونم چی یک گلستان، یک پیرزاده، مثلا این دنبال کنه اون باشه. بدبخت رضا پهلوی به اونا هم پولی نمیده. رضا پهلوی اگر میتونست خوراکم نمیخورد، بابک از گشنگی میمیره. اگرم ببینید تا امروز زنده است، برای که این ور اونور مجانی خوراک میخوره. این مرد انقدر خسیس، انقدر گدا، انقدر چی بگم والا، گدازاده است، شازده نیست، این گدازاده است. چجور من جرأت میکنم اینجوری بگم؟ برای که میشناسمش، برای که ویتری که این میره اونجا مثلا خوراک میخوره میگه منتظر بوده که من پول چکشم بدم و تیپم نمیده، انعامم نمیده. البته آقای انصاری گفت، گفت خداییش از بس ما و دیگران متعلق چی میگن اینا که تملق میگن، متملقان دورش ریخته بودیم، میگه این یاد نگرفته، میگه هر جا میرفتیم مینشست یک کسی پول میداد و اینم اصلا تشکرم نمیکرد، وظیفتونه، من اومدم بیرون بهم نهار بدید. دروغ میگن آقا، آقای شمیرانی دروغ میگه. آقای شمیرانی جرأت نمیکنه با من صحبت کنه، میدونه که من برنامه‌هاشو میدونم، میدونه که من میدونم که صافتکاری‌هاشو از دوره حخا، از اون دوره‌ای که با آقای طاهر ممتاز، با اون آقای نمیدونم چند تا بودن اونجا، ببینید ویدیوهاش هست، برید اینا رو نگاه کنید. الان که اینا برنامه ندارن دروغ گفتناشون رو ادامه بدن، فرصتی شده شما برید ویدیوهای قدیمی رو ببینید. چقدر ما باید شکر کنیم که این یوتیوب هست، این گوگل هست، که بزنیم ببینیم طرف اون موقع چی گفته، اون موقع چه کار کرده، الان چی میگه، الان چه کار کرده، کجا رفته جبهه. میگه من رو به زور فرستادن، چند نفرم مواظبم بودن، این جبهه هست. بله خب براتون بخونم ببینم ایشون چی نوشته. حالا ما هر روز از این اوضاع و احوالا داریم، دوستان میان دنبال رویاشون میگردن، دنبال بوتشون میگردن. یه نفر اتفاقا من اینجا میخوام از آقای بابک هروی خواهش کنم، بابک جون به این دوستات بگو که از شما بوت نسازن. مثلا یه نفر نوشته بود بابک هروی نمیدونم وقتی که در جنگ فلان جا در توپخانه فلان، وقتی که خلبان زخمی شد، این رفت داخل هلیکوپتر و دفتر هلیکوپتر رو برداشت، از روی دفتر هلیکوپتر پرواز کرد فلان. آقا نکنید این کارو، والا به خودتون دارید صدمه میزنید. از شاه بیچاره و بدبخت بت ساختید، در بدرش کردید، آخر عمرش مریض توی تیمارستان جاش دادن. حالا از شما هم اجازه ندین ازتون چی بسازن، بت بسازن. و خب سعید شمیرانی میان پر از شجاع و اینها حمله عراق و همکنون نیز برای آزادی چنین و چنان، ایشان یک فرد شجاع و به هیچ مرکزی وابسته نیستند. شاید به همین دلیل تصمیم گرفتن از تلویزیون شاه اللهی های آریایی که نمیگذاشتن ایشان از کمکاری ها و سرکار گذاشتن های سید رضا مزدور و آفتاب بیار رفسنجانی انتقاد کند بیرون آمدند.
من بسیار خوشحالم که ایشان راهشان را با فرد پرستانی چون آریان وطنخواه و کوروش رادمنش که یک کفلیس سید رضا پهلوی است و سالهاست که همان حرفها و همان تحلیلهای آبکی و تکراری خودش را هر هفته تکرار میکند جدا کرد. فکر میکنم دعوت و مصاحبه شما با جناب شمیرانی میتواند بسیار ارزنده، پربیننده و پرثمر باشد. آقا جون، ارزنده یعنی چی؟ یعنی شما اگه من این آقا رو بیارم اینجا سکه یه پولش کنم که خودشون میدونن نمیاد، این چه ارزشی داره؟ دوم پربیننده، همین حالا که شما بیننده برنامه من هستی چه کاری برای تلویزیون ما کردی که حالا چهار تای دیگه مثل شما بیان؟ و پرثمر، منظور از ثمر، ثمر و میوه و راندمان و بازده وقتیه که مثلا من یه دونه گندم اینجا میکارم، بعد از یه سال دو سال من نمیدونم زمان گندم چقدره، یه چیزی آیدمون میشه، ثمر به بار میاد. چه ثمری؟ چرا گول خودتون میزنید؟ چرا اشتباه مینویسید؟ اگر میدونید چرا دروغ مینویسید؟ نکنید، مردیم والا. خب اوکی، ببینیم که بله، اینم از این. همونجور که بهتون گفتم امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن اجلالی، ساعت 6 و نیم تا 8 بعد از ظهر آقای پرویز مینویی، و خیلی از شماها هی از صدای برنامه‌های آقای مینویی شکایت میکنید، ولی من نمیدونم چند تاتون همت میکنید به خود ایشون زنگ بزنید. بابا مگه شما به من زنگ نمیزنی؟ مگه به من ایمیل نمیزنی؟ آقای پرویز مینویی هم ایمیل داره، هم تلفن داره، به خودش زنگ بزن. وبسایت هم داره، parvizminui.net. نمیدونم چرا ایشون .com رو نگرفته، لابد یکی دیگه گرفته بوده. خب باز هم نوشته ای راجع به این پسر شاپور بختیار و بازماندگان قربانیان دیگر از ایران در دادگاه استیناف. استیناف همون فرجام خودمون میگن اینجا، اپیل میگن فکر کنم، نمیدونم فرق فرجام با استیناف چیه. بله، پسر شاپور بختیار و بازماندگان قربانیان دیگر از ایران در دادگاه استیناف آمریکا برنده شدند، بردند. قربانیان 10 حمله تروریستی که در مورد دعاوی مالیشان علیه ایران از یک دادگاه فدرال حکم دریافت غرامت گرفتند، روز جمعه بنا به رأی یک دادگاه استیناف می توانند 2,800,000,000 دلار بدهی آمریکا به وزارت دفاع ایران را به نفع خود ضبط کنند. بر اساس رأی این دادگاه فدرال، پسر شاپور بختیار، اسم نداره، اسمشو بنویس، پسر شاپور بختیار نخست وزیر پیشین ایران که پدرش 25 سال پیش ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی ایران در پاریس به قتل رسید، از بازماندگان حملات تروریستی محسوب می شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید بازماندگان بمبگذاری 19 سال پیش در اورشلیم اسرائیل نیز در میان افرادی هستند که حکم دادگاه استیناف شامل حالشان می شود. دادگاه میگوید ایران آموزش و کمک های مالی به بمبگذاران را فراهم کرده و حکم داده بود به این بازماندگان خسارتی از 2,500,000 فراهم کرده و حکم داده بود به این بازماندگان خساراتی از 2,500,000 تا 15,000,000 دلار پرداخت شود. بر اساس رأی این دادگاه فدرال، قربانیان 10 حمله تروریستی که در مورد دعاوی مالیشان علیه ایران از یک دادگاه فدرال حکم دریافت غرامت گرفتند، می توانند 2,800,000,000 دلار بدهی آمریکا به وزارت دفاع ایران را به نفع خود ضبط کنند. این رأی با مخالفت وکلای جمهوری اسلامی در دادگاه بدوی روبرو شد. این بدوی درسته یا بدوی؟ بدوی درسته فکر کنم. به دادگاه استیناف رفته بود. آها،
یعنی اونجا رد شده، این هم فرجامه، از اون رای دوباره فرجام خواستن. این پول در واقع حاصل جمع شدن سود ناشی از بلوک شدن 9,400,000 دلار مرتبط با لغو یک معامله تسهیلاتی پس از انقلاب اسلامی در ایران است. دوستان حالا من نمیدونم 9,400,000 دلار شما اگه بذاری الان میتونن 8,000,000 چقدر؟ تازه میگه این سودشه، 2,800,000,000 دلار رو بگیرن. این یکم خبرها درست نیست آقای خلیلی. در رابطه با این آقای خلیلی و این نوشته روزنامه اگه مال ایشون باشه، من یک نوشته رو برای دوستان فرستادم، خیلی از اینا فکر کردن این جوکه یا اینکه من فقط یه جمله رو از یه جایی درآوردم و به این دوستان اذیت میکنم. و ببینید خودتون دوستان، بذارید براتون بخونم. این در رابطه با یه خانم موفقی در کانادا بود که چنین و چنان و از 2000 که آمده به کانادا اینجوری شد و موفق شد و اینها. من این جمله رو فرستادم و از خیلی ها پرسیدم آقا این معنیش چیه، خانم این معنیش چیه. اینها فکر کردن من چون از این ورداشتم ریخته به هم جمله، ولی من عکسش رو گرفتم. آقای بیژن خلیلی اگر این نشریه مال شماست خیلی اشکال توشه. الان من 3 مقاله خوندم، 3 اشکال داره، آخه این درست نیست. خانم شهرزاد رفعتی چنین و چنان و فلان اینجا شریک شود نقطه سرخط. حالا من براتون این رو میخونم، شما به من بگید که معنی این چیه. به گفته کارشناسان علوم رسانه مؤسسه برادبند تیوی موفق شد به تغییر مفهوم ارتباط میان سارقان اینترنتی محتوای رسانه‌ای و ارائه دهندگان این محصولات کمک کنه. اولا ببینید این گیومه یا کد اند کد، ببینید کجاها پریده، یکیش اینجان عزیوری، یکیش اینجاز عزیوری، بعد اومده کلمه واب رو یا ور رو گذاشته دنخال این. آقا خانم ملتی که اینو خوندید بی تفاوت ازش گذشتید، این یعنی چی؟ به گفته کارشناس علوم رسانه مؤسسه برادبند تیوی موفق شد به تغییر خدای بله، به گفته کارشناسان علوم رسانه مؤسسه برادبند تیوی موفق شد، حالا شما برای من از اینجاشو بخون، موفق شد به تغییر مفهوم ارتباط میان سارقان این خدایا کارمون خیلی خرابه. دوستان من اون روز یه گله‌ای کردم، یه جایی از دوستانی که سلطنت طلب نیستن و حمایت نمی‌کنن و حقیقتاً بی همت و بی غیرت خوندمشون. حالا میخواد بدتون بیاد میخواد خوشتون بیاد، و همون موقع تشویقی کردم به این دوستانی که سلطنت طلب هستن، گفتم بابا اقلا این سلطنت طلبا هم خرج میکنن، شما نگاه کنید تلویزیون های سلطنتی و فلان اینا با چنگ و دندون دارن میکشن رو ماهواره و این ورون ور. من و شما که زرتمون در رفت از ماهواره اومدیم رو اینترنت، همین اینترنت با این خرج کم هم توش موندیم و شما هم حمایت نمیکنید، فقط آقا به به چه چه خوب روبروی این وایسادید. آقا من اولا روبرویش که وای نزدم، اگر کسی داشته فعالیت میکرده، من با یه برنامه تلویزیونی فعالیتش رو خراب کردم، خاک بر سر خودش و خاک بر سر اون فعالیتش که فعالیت نبوده. من آمدم نظرم رو میگم، میگم آقا بنده هم مثل شما آقای شمیرانی احمق بودم، دنبال رضا پهلوی بودم، تو آلمانم میشناسن منو، میدویدم این ور ور. بعد که آمدم اینجا دیدم آواز دهل شنیدن از دور خوش است. شما کر بودی، شما نزدیکم که رسیدی باز از این آهنگ دهل خوشت میمده. آقا کر میشی با پنبه بذاری گوش، شما نزدیک بودی یا خر بودی، ببخشید منظورم کر بودی، فرقی هم نمیکنه. والا به این خرا اینقدر بی احترامی نکن. خب در صورت دوستان، هم آخر سال هم اول سال جدیده، اگر تا امروز از برنامه ما استفاده کردید، دوست داشتید، 2-3 کارو که انجام ندادید انجام بدید. یکی حمایت کنید، به دیگران معرفی کنید. این لینک هایی که برای ما براتون میذارید رو فیسبوک، یوتیوب، این ورور با دوستانتون شیر کنید. من بهتون گفتم تلگرام دارم، اینستاگرام دارم، فلان دارم، ولی آقا خودتون حساب کنید. شما یک، من برنامه که میذارم 1 ساعت بعد برنامه رو آرشیوه. یعنی چی؟ یعنی من نمیرم از اینجا بیرون.
وای میسم این کار انجام میدم، برنامه بعدی که میاد یک ساعت بعد برنامه اون رو آرشیوه، وای میسم کار انجام میدم. در صورتی که اون موقع فکر میکردیم کمک به حال داریم، همین آقای کوین انقدر مننت میذاش، 4 ساعت 5 ساعت هی بهش گفتی آقا چی شد، میگه من هنوز بیرونم، وقتی رسیدم خونه درستش میکنم. ولی ما میشینیم اینجا وقت میذاریم. بابا جون وقت طلاست، وقتی که شما میتونی بری کار کنی پول در بیاری. من احمق نشستم اینجا از صبح و از ظهر و وقت و نهار و شامم گرفتم برای شما. اگر فکر میکنید که اصلا فایده ای نداره، خب ما هم به قول معروف ببندیم بریم، که فکر کنم آخرش هم همین باشه، فایده ای نداره. چه فایده ای داشته؟ ما این همه گفتیم، کی عوض شده؟ به این جوون شمیرانی که گفتیم مگه فهمید؟ یه روز من 2 ساعت با تلفن داشتم باهاش صحبت میکردم، موقعی بود که یا یه بار دیگه از همین وطنخواه جدا شده بود، یا اون موقعی بود که با سکویی دعوا شده و جدا شده بود. آقا اولاق اولاق میگن وقتی از یه مسیر میره پاش توی سوراخ میفته، دیگه امکان نداره از اون مسیر پاش تو همون سوراخ یا چاله بیفته. آخه شما از اولاق نفهمتری آقای شمیرانی؟ بعد این دوستون میگه با آقای شمیرانی بگو بیاد مصاحبه، اون معلومه که نمیاد اینجا، روزی میاد که بفهمه، بیاد بگه آقا من عذر میخوام سوربی، تو 30 سال پیش فهمیدی، 1986 تا اومدی آمریکا دیدی آقا رضا داره با عمش و این و اون پول از عربا میگیرن، آقای ای خدایا چجوری آدم اسمو یادش میره، گفت آقا عربا اومدن اینجا توی این اتاق داشتن باهاش صحبت میکردن، گفت من بهش گفتم اگه از اینا پول بگیری بچه بابات نیستی، نطفه بابات نیستی. گفتم حالا تو ما فکر میکنی که این آقای شهبازی، آقای حیدرعلی شهبازی، محافظ مخصوص پدرش، محافظ مخصوص خودش، معلم تکواندوی آقای رضا پهلوی، همین آقا رضا 60-70 هزار دلار پولی مرد پیر خورد که اون که این آقای احمق از ما ناراحت شد برای که خبر دروغ گفتید، آقا اشتباه گفتید، آقای سیامک زن عوضی گوگو این آقا نمیدونم به وضع بدی، میگم آقا چشو وضع بد زندگی میکنی، شون پسرش تو آلمان بود اینجا کار میکرد، تو اون سند بالا اینجا بود، اصلا لس آنجلس نبود، شما که اینو دیدی و برداشتن فحاشی کردن. اب نداره عادت کردیم. خب ساعت 3:30 هست، ببینم بینم چیزای مهم براتون دیگه چی گذاشتم. و اما به این میگن پیشرفت. بله دوستان یکی یکی دارن برنامه های ایام عید رو آماده میکنن، نوروز امسال هم مانند سالهای قبل همراه با ما در برنامه زنده سال تحویل رادیو جوان باشید. میگن برنامه ها مهمونی های خوبی میذاره، ما وقتا که یک کمی جوانتر بودیم ذوق و شوقی داشتیم میرفتیم، ولی حالا خستمون میشه، مخصوصا دیگه اگر ساعت تحویل سال بذارینم لندن تهران نیویورک، نیویورک نوشتن 12:30 شبه، نمیدونم تا اون موقع ساعت آمریکا جلو رفته یا نه، چون ساعتها قرار اینجا عوض بشه، این مردشور این ساعت عوض کردن هم ببرن که اصلا نیست. و اما در روزی که آقای حشمت رئیسی برنامه داشت، دوستان زیادی برای ما مسیج اینها فرستادن، من اینها رو برای آقای رئیسی فرستادم. آقای رئیسی نمیدونم تو اون تلویزیونه یا کسی باهاش تماس نمیگیره یا در صورت هرچیه، گفت آقا مثل که خیلی ها تماس میگیرن. گفتم خب اصلا اصل برنامه اینه که شما میای و مخالفین میان نظرشون رو میگن، اونایی که موافقت هستن که بهبه و چهچه میگن، شما اگه برید توی تلویزیونی که فقط موافقینت گوش کنن که فایده نداره. مثل من مثلا کلاس معلم کلاس اول باشم، برم تو کلاس پنجم وایسم درس بدم، اصلا اون بچه هم خسته میشن، همشون منتظرن شما بره بیرون. ولی اگر رفتی یه جایی یه چیز جدیدی گفتی، ازت سوال کنه آقا چرا این اینجوره چرا اونجور، یه چیزی میشه. در صورت نوشته که بله یه دوستی در رابطه با آقای افشارها گفته که من اینو براشون فرستادم، آقای افشارها هم به شما پاسخ دادن و امیدوارم آقای افشارها اینها رو توی برنامهشون به اصطلاح بگنجونن، چون حقیقتش من رو یکم گیج کردن،
در یکی از برنامه ها گفتن من فیسبوک ندارم و نمیخوام هم اونهایی که از طریق فیسبوک تماس میگیرن با من در تماس باشن. در برنامه دیگه گفتن آقای سوربی هر کدوم از اونها رو که میدونید مهمه برای من بفرستید. من اگر بخوام بشینم ببینم این مهمه این مهم نیست، یعنی من میشم سانسورچی، یعنی من بر اساس سلیقه و خواست خودم تصمیم میگیرم که این مهمه این مهم نیست و من این رو دوست ندارم، یا رومی روم یا رومی روم یا زنگی زنگ، یا اینکه شما بگید همه فیسبوک و ایمیل و پیام ها رو بگیرید یا بگید من نمیخوام، ولی اینکه شما بخون مهماشو برای من بفرست اون کار انجام نمیدم به دو دلیل. یکی اگه بخوام اون کار انجام بدم حقیقت من میشم سکرتر شما. این روزا دیگه کسی نمیگه سکرتر، میگن اگزیکیتیو ادمینستر یا بابا سکرتر، حالا دیگه در هر صورت میشم اون که خب باید یک کسی به من حقوق بده که من بخونم بفرسم بعد پیگیر باشم جواب بدم. دوم این که همون مسئله این مهمتره که من نمیخوام اینجا کار ادیتورالیا چی میگن اینو انجام بدم، یعنی وزارت ارشاد باشم یا وزارت نمیدونم فرهنگ و هنر بوده چی بوده اون موقع نظارت میکرده، درستان نمیخوام. به امید روزی که ما ایرانیان روز 10 دسامبر سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بذارید این فکر کنم آقای افشارها باشه. بفرمایید سوربی هستم. آقای سوربی سلام. قربان سلام بر شما، احوال شما؟ قربان شما، الان رو برنامه هستین. من به شما عرض کنم که من انتظاری نداشتم که حضرت عالی گلچین بچین بفرمین. من عرض کردم من با فیسبوک هیچ گونه آگاهی ندارم. بله. اگر آگاه هستم و خودم باز نمیدونم اینم بگذارید پای جهل بنده. من عرض کردم حضورتون که هر چی که به شما میاد رو به من لطف کنین ببین، ولی همواره از آقایون و خانوها میخوایم که اگر برای اینکه دوباره کاری نشود خب مستقیم با خود من تماس بگیرن. بسیار. چه به ایمیل که خودتون هم اتفاقا در ایمیل جدید نوشین که واقعا برای من تعجب آوره، من هم این تعجب رو دارم، ولی خب ایرادی نداره، دنیا سراسر عجباتی، مسئله این نیستش. خب اینم بالی اونها، اگر کسی نظری داره خب یک دونه ایمیل رو آقای سوربی عزیز، یک دونه تلفن رو من بی جواب نمیذارم. بسیار عالی. توجه داشته باشن دوستان. من گفتم به فیسبوک و توییتر اینا هیچ آشنایی ندارم. شما دلتون خواهد هر چی اومد به من خواستیم بدین، یعنی منتقل کنید، متشکرم. اصلا هم نکردیم باز هم متشکرم. هیچ مشکلی نداره. در اینجا یک سوء به اصطلاح تشخیص و تفاهمی بود، اگر از طرف من بوده خواستم رد بکنم. به هر حال نهایت ازتون ممنونم و اصلا حاضر نیستم به شما اندی یک ذره زحمتی اضافی داده بشه، چه از جانب بنده چه از جانب دوستان. بسیار ممنونم از شما. خواهش ممنونم. با امید دیدارتون جمعه. خواهش میکنم. خدا نگهدار. مرسی که تماس گرفتید. خواهش میکنم. دوستان عزیز اجازه بدید من هم عذرخواهی کنم اگر من سوء برداشت کردم، چون من فکر کردم آقای افشارها اصلا دوست نداره با فیسبوک مثلا در تماس باشه و اینها، ولی ایشون میگه من چون ندارم فیسبوک و هنوز باهاش آشنایی ندارم اونا رو هم بفرستید. ولی همینجوری که الان ایشون هم گفت و اتفاقا دیروز بود یه نفر، حالا براتون ماجرا رو میگم که چی شد. یه دوستی داریم ایشون با تکست برای من چی میفرسته. خب من وقتی تکست هست میارمش رو ایمیل، ایمیل میکنم برای آقای افشارها، آقای افشارها لطف کردن پاسخ دادن با ایمیل، من باید این ایمیل رو تبدیل کنم به تکست بفرستم برای اون دوستمون. بعد گفتم من نمیدونم وقتی شما ایمیلتو میگی شماره تلفنو میگی مینویسیم، الانم دیدید تو موقعی که ایشون تماس گرفته بود شماره تلفن آقای افشارها 905-737-5158 و ایمیلشون info@kaveacademy.com. چرا مستقیماً با خودشون تماس نمیگیرن؟ من اجازه میخوام که این رو بگم و بدون تعارف، میدونید که من حقیقتش دست برداشتم از این تعارف کردن، چون تعارف دروغه، اصلا تعارف دروغه. آقا من جانم فدای شما، قدمت رو بذار روی چشم، ولی بهش بگو آقا 2 دلار به من بده ندارم،
هزار تا دلیل میاره و دروغ میگه، پس نه قربانت میره نه فلان میشه. تعارف رو ما باید کنار بذاریم. دوستان، این کاری که ما انجام میدیم که یه نفر که میاد نمیریم، مثلا آقای حشمت رئیسی، آقا جون ایشون ویدیوی ما رو دو بار توی فیسبوک خودش گذاشته، توی فیسبوک خودش باهاش تماس میگیری. بله اگر یه کسی فیسبوک نداره تماس میگیری، من برای ایشون که فرستادم، از بعدش شمایی که رو فیسبوک هستی اینترنت داری، ایمیل داری، تلفن داری، تلفن ها همه مجانیه. من دیروز یه دوستی از استرالیا زنگ زد، سه بار هی زنگ میزد قطع میشه. براش میگفتم آقا من اینجا سیار رو امتحان کردم، همه چیز درسته، شما امتحان کن. میگه آقا من با این تلفن به همه دنیا تماس میگیرم، اشکالی ندارم. میگم حالا شاید به اینجا که چی گرفتی از آب کرد شده، سیم زیر آب مونده، میدونید که سیم اینترنت زیر آبه بین اقیانوس. بابا قبول کنید، امتحان کنید، تست کنید، بعد درستش کرد بهم زنگ زد. دیگه روم نشد بهش بگم خب اشکال از چی بود. ولی خودش باید، کسی که جوونه، تو کار آدیو هست، تو کار ویدیو هست، خودش وقتی تماس میگیره بعد باید بگه آقا فهمیدم اشکالش اینه که مثلا من این سرویس مجانی رو گذاشتم رو تلفنم، این دنبال اسپیکر گوشی میگرد، دنبال آوتلت گوشی میگرده، من گوشی رو در آوردم میخوام با خودش صحبت کنم، باید بهش بگم که بابا با این صحبت کن. دوستان یکم وقت بذارید، یکم به خودتون لطف کنید، محبت کنید. وقتی یه نفر میاد اقلا اسمش رو یاد بگیرید، ویدیو رو ببرید عقب، اسمش رو که نوشتیم اسمش رو بنویسید. آقا کی بود؟ این آقای بود که راجع به اون صحبت میکرد. آقا من چه میدونم، من هزار تا چی تو کلمه. وقتی داره اون صحبت میکنه راجع به یه چیزی گفته، حالا شما اقلا اسمش رو من بگو که من از ده نفر بیارم. اینجا میگن الیمینیت کردن، یعنی چی میگن به فارسی نمیدونم چی میگن، کمش کنیم از یه چیز، مثلا از 40 نفر بکنیش 10 نفر، از 10 نفر بکنیش 1 نفر. درصد مشکل زیاد داریم. من به همین دلیل فکر میکنم که برنامه‌های ما، اتفاقا آقای افشارها به من گفته از خودمون، از نظراتمون بگیم. من نظراتم اینه که اینا رو یاد بدیم به مردم، آقا چجونه پیام بذاریم. یه دوستی زنگ زده بود به انگلیسی، اسمش رو گفته بود که من اصلا نفهمیدم. روزی یه شنبه من زنگ زدم، بعد من به انگلیسی بهش میگم من سوربی هستم از تلویزیون مردم، بعد میگه سلام آقای سوربی من فلانی هم. میگم آقا وقتی میگی اسم و فامیلت، شماره تلفن رو دو بار قشنگ بگو. اینم این تلفنایی که شما داری رانندگی میکنی، الان معلوم نیست زیر چه تیر چراغ برقی رد میشی و آنتن اون تیر چراغ برق از آنتن تو قوی تره، و اون موقعی که گفت آقا دو بار قشنگ بگو من سوربی هستم از تلویزیون مردم، شماره تلفنم اینه، میخواستم درباره جشن روز 13 بدر با شما صحبت کنم. یک ایده، یک کمی ما که میگیم بابا دیتیل مسیج، دیتیل یعنی به طور مختصر، نه چی میگم اون یکی دیگه، به طور مشروع. ولی قرار نیست اگه دیتیل هست بشه 70 من مثنوی. شما میتونی مشروع توضیح بدی. در همین دوستمون جوونی که از استرالیا تماس میگرفت، میتونم بگم 10 بار از طریق فیسبوک آقا هستید من باهاتون تماس بگیرم، آقا نیستید، میگم آقا من 24 ساعت هستم. باور کنید 24 ساعت هستم. به چه وسیله؟ پیامگی، اسکایپ، تلفنه که زنگ میزنی، ایمیل. مخصوصا شمایی که 14 ساعت از ما جلوی تو استرالیا، بابا جون وقتی زنگ میزنی قشنگ بگو که من میخوام یه تلویزیون راه بندازم و میخواستم ببینم که شما سیستمت چیه، میتونی من کمک کنی؟ تا منم برات 3-4 تا ویدیو بفرستم، بعد باهات تماس بگیرم. به همدیگه من ممنونم از آقای افشارها، همین ایمیل فرستادن، تکس فرستادن. خب من فکر کردم وقتی ایشون شماره رو میبینه 818 متوجه میشه که این تکس بوده، بعد ایشون برای من نشون، اصلا این من متوجه نمیشم این شخص اول، شخص دوم، شخص سوم، ضمیر غائب، اینا رو که میگه درباره کیه. بعد من آمدم نوشتم منظور ایشون از جناب عالی شماست، منظور ایشون از آقای آریانپور آقای آریانپوره، منظورش از پارسا منم، منظورش از خودش اسمش نوشتم، اسم اون دوستم. و اینجوریه، ما مشکلترین بزرگترین اشکالمون ارتباطات هست، نتونستیم. ما
حتی با همون شاه اگه تونسته بودیم ارتباط برقرار کنیم، البته وظیفه اونه، اونه که از ما حقوق گرفته، اونه که خدمتکار ما هست، اون باید با ما ارتباط برقرار کنه، بگه با من میتونید به این وسیله به این وسیله به این وسیله تماس بگیرید. ارتباطش از مردم قطع کرد. این بیچاره فوش ندید به ملک حسین که وقتی که شاه احتیاج داشت بهش راه نداد. ملک حسین عصبانی با قهر ایران رو ترک کرد، آمد بهش گفت برادر بیا بریم تو خیابون، بیا بریم تو بازار. این اتفاق تو کشور خودش افتاده بود، دیده بود که اگه فاصله بگیره از مردم نابود میشه. شاه بهش محل نذاشت، اونم به قهر ایران رو ول کرد رفت. یعنی گفت آقا تو داری با بیل با شاول هرچی داری گور خودتو میکنی. کسی که داره گور خودشو میکنه دیگه من وایسم تو این سرما برای چی؟ این میخواد خودکشی کنه، داره گور میکنه برای خودش. وایسم کمکش کنم گورشو بکنم؟ تنها کمکی که ملک حسین میتونست به شاه بکنه این بود که زودتر سرنگونش کنه. آدم خوبی بود، رفت اون شمال باهاش شنا میکرد، عکساش هست. با قهر ول کرد، گفت آقا من دارم بهت میگم بریم تو کوچه و بازار به مردم بگو آقا غلط کردم، من اشتباه کردم. نرفت نگفت تا موقعی که دیر شد، آمد گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم. اون وقت حالا بعضی از احمقا میگن این انقلاب نیست، میگن بابا شاه رو مگه قبول نداری؟ مگه نمیگه این فیلسوف بود نابغه بود از در عقب؟ ایشون گفت انقلاب شما رو من صدا شنیدم، قول میدم دیگه کثافت کاری نکنیم، قول میدم دیگه آدمای دوز سر کار نذارم. ولی it was too late، it was دیر بود، دیر شده بود. دوستان عزیز ساعت 3:40 دقیقه است، بذارید من ببینم چیز دیگه ای باز برای شما دارم اینجا یا نه. خب بله، همگی با هم نوروز باستانی را در روز یکشنبه 20 مارچ جشن بگیریم. پس دوباره اون تاریخ پیوند غلط بود، 25، مگر اینکه نشریه اینها 25 چاپ میشه میاد بیرون، مثلا ماهانه باشه. خب اینم این که به امید روزی که ما ایرانیان روز 10 دسامبر سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را همچون یلدا و نوروز جشن بگیریم. اینم دوستان روشنفکر ما، آقا دسامبر 3 ماه قبل بوده، جانوری فبروری مارچ 3 ماه قبل بوده. حالا اینا برای ما ایران دخت ایرانی فرستاده که به امید اون روز بش امیدوار. و اما اکران فیلم شیفت شب در لس آنجلس و اورنج کانتری نگاه دوستان، میخوام بهتون بگم، حالا فکر میکنید من آخوند چی میگن، لغتی ملا لغتی یه چیز میگن، بابا داریم بد مینویسیم، از هیچ کم کمک نمیگیریم کمکمون کنه، فکر میکنیم خودمون علامه دهریم. حالا شما به من بگو که من اشتباه میکنم یا این جمله غلطه. اکران فیلم شیفت شب در لس آنجلس و اورنج کانتی به همراه حضور نیکی کریمی در مراسم فرش قرمز فیلم در لس آنجلس. به همراه حضور غلطه، با حضور یا به همراه، نمیشه هم به همراه باشه هم حضور باشه. به همراه حضور نیکی کریمی غلطن در غلط مینویسیم و هیچ کم اهمیت نمیده، هیچ کم چی نمیکنه. اگه یک کسی هم اهمیت داد، آقا جمشید که دوست ما هست زنگ میزنه میگه آقا خودت انقدر اشتباه گفتی، از روزی که بهش گفتم اون اشتباهی که شما میگی بیا به من بگو دیگه غیبش زد، حتما رفته ایران ایام عید بره خوش باشه. ساعت 3:43 دقیقه است، 17 دقیقه دیگه برنامه آقای اجلالی شروع میشه و ما همچنان این چیزا رو داریم میخونیم. روز جهانی زن دیروز بود، بهتون باز تبریک میگم. و بله اون یه وبسایتی رو هم برای من یه نفر فرستاده که اون روز خود من بهتون گفتم آزادی بیان، اینها چون اسم و رسمی ندارن، اسم قلابیه، خیلی ما روشون حساب نمی کنیم و وقتی سند نیستن نمیشه به عنوان مستند ازشون استفاده کرد. اینم از این. خب اجازه بدید ما همینجا دیگه برنامه رو به پایان برسونیم و ببریم شما رو با آقای یدالله طارمی یکم شعر شیرازی شما بشنوید و دکلمه خودشون هم هست و ببینید که چقدر وقتی که یه نفر خودش شعر میگه
خودشم میخونه چقدر قشنگ این رو ادا میکنه، تا اینکه یه نفر دیگه بره شعر یه کسی دیگر رو بخواد بخونه، هر قدر هم به اصطلاح خوب بخونه باز مثل خودش نمیشه. اینه که میگن اون چیزی که بر دل میشینه موقعی هست که از دل برآمده باشه. سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکر. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. اجازه بدید من این رو هم بهتون بدم، نشون بدم بله شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، به شرطی که وقتی زنگ میزنید یا ایمیل میفرستید خیلی قشنگ بی‌تعارف بگید آقا من میخوام برنامه داشته باشم. هی برای من نگید من بابام امامزاده بوده و نمیدونم مادرم هنرپیشه بوده و خیلی تلویزیونای دیگه فلان اینا. بگید آقا من میخوام ببینم برنامه زنده ساعت چنده، برنامه مرده یا نیمه زنده ساعت. مردیم و این سادگی رو برای خودمون مشکلش میکنیم. خود آمریکایی‌ها میگن زندگی مفهومش این نبوده که اینقدر مشکل باشه. اتفاقا آقای افشارها در این رابطه صحبت کنید که اون دوستمون که نوشته که شما چرا میخوای برگردی عقب و شما براشون توضیح دادی که گاهی وقتا دوست داری، نوشته رو پیدا کردم اول گفتم نخونم که شما تو برنامه خودتون بخونید. مگه ما هممون نمیگیم یاد قدیما بخیر، زیر درخت و حیاط مینشستیم بغل حوض نمیدونم فلان، مادر بزرگمون این شلنگ آب رو میگرفت اینجوری فلان. خب چه عیبی داره؟ چیزای قدیمی رو اونایش که جدید شده این تجدد رو غالب کردن به ما به جای تمدن. بله اگه تمدن باشه دیگه امروز قرار نیست توی غار بخوابیم نمیدونم دو تا سنگ بینش بریم آتیش روشن کنیم فلان، بله. ولی اگر همه ما رو مجبور کن، شما توی خانوادتون الان نگاه کن ببین چند تا تلفن داری. من شماره تلفن‌های خودم رو که میخوام بگم طرف میگه اوکی حالا که زنگ زدی شماره تلفن چنده، میگم اینه، میگه نه اون نیست، میگم اوکی صبر کن. باورتون میشه نوشتم گذاشتم اینجا که بتونم بهشون بگم که تا یکی میگم اوکی اون رو نداری، این یکی چطور، اینو نداری اون یکی چطور. 12-13 تا شماره تلفن رو آقا یه تلفن بس، یه تلفن یه خانواده داشت قشنگ مثل آدم این تلفن که زنگ میزد میرفتن میشنستن بغلش، یادتونه یه صندلی گذاشته بودن، دفتر تلفن گذاشته بودن، چایش هم میگرفت دستش صحبت میکرد مثل آدم، گوشی رو میذاشت. تجدد چی شد؟ این تلفن رو کرد وایرلس. هی را افتادیم تو این اتاق تو اون اتاق حرف میزدیم و نمیدونستیم. حالا بعضیا که اصلا میرفتن توالت، میرن توالت اونجا سیفون میزنن شما صداش میشنوی. خود من یه دفعه به خاطر این تلفن‌های وایرلس بیسیم تیکت گرفتم، البته رفتیم دادگاه، بعد دادگاه قاضی خوبی بود شرایط ما رو قبول کرد، گفت بله شما هدفت این بوده که بری یک خانم حامله ای که مادرش نگرانش بوده به اصطلاح چی کنی، ولی راه درست نبوده، تو نباید رانندگی که میکنی تند بری که میخوای یکی دیگر رو نجات بدی، باید فوری به پلیس زنگ میزدی میگفتی این دوست ماست، اینم مادرش زبان نمیدونه، آقای پلیس برو در این خونه. وقتی هم ما رفتیم و پلیس هم ما رو گرفت و پلیس هم فکر کردیم آدم خیلی خوبی، آدم خوبی هم بود، آمد اونجا در زدیم دیدیم خانم با تلفن بیسیم آمد دم در، گفتیم خانم مادرت زنگ میزنه ما زنگ میزنیم، گفت این تلفن گم شده بود حالا پیداش کردم. تو دادگاه هم قاضی وقتی من گفت تو بخشیده شدی، خب البته نصف روز ضرر کردی اومدی، ایشون هم از این به بعد حالا دیگه بچه دارم شده بود، از این به بعد این تلفن رو با یه بندی ببنده به خودش. خب تلفن اگه با یه بندی ببندیم به خودمون که از اون بی سیمی در میاد، پس این بی سیم بودن تلفن همچین معجزه هم نشده، البته تنها یه معجزه داشت. وقتی که این خارجی ها داشتن کندوکاو میکردن و هی این سیما رو میکشیدن بیرون مال تلگراف و اینها، هی پوز میدادن به ما ایرانی ها که ببینید ما از 150 سال پیش تلگراف داشتیم، تلفن داشتیم فلان اینا، ما ایرانی ها خیلی پررو وایسادیم گفتیم این حرفا چیه، ما از 2500 سال پیش تلفنامون بی سیم بود، به همین خاطر نه سیمی شما میتونی پیدا کنی زیر زمین، نه دکلی، نه کشکی، نه پشمی. روز و روزگارتون خوش، به امید دیدارتون چهارشنبه جمعه ببخشید جمعه 2 بعد از ظهر و
و بعد از برنامه من 12 دقیقه دیگه آقای حسن اجلالی با شما خواهند بود. از یکایک شما ممنونم، از خانم شایسته الهامی، از آقای مصطفی زاده، از آقای افشارها و مخصوصا از دوستمون حمید که پس از مدتها دوباره تماس گرفت. امیدوارم از ما قهر نبوده، اگرم قهر بوده حالا خوشحالترم که باز آشتی کرده. قهر نکنید بابا، خانواده خودتونم بعض وقتا یه چیزایی میگه که ممکنه با سلیقه شما فرق کنه. خیلی قشنگ بهش بگید آقا من با این چیزی که شما میگی مخالفم، منم میگم اوکی let's agree or disagree، یعنی اجازه بده موافق باشیم، توافق کنیم که ما با هم توافق نداریم. مرسی.